پاییزم که اومد گوجم رفت دو سال دیگه. تو باز که رو تو زیاد کردی. ده حالی من گوجه چشی؟ من فقط گفتم گوجی. تازه تو میوه ها گوجه خیلی هم خوشمزه است. آره یه چیز گنده گفته بودم آ. من که گوجه رو خیلی دوست دارم. حالا بگم؟ خب بگو. میگن؟ خب چی میگن؟ یارو پسیه تو رو سوار چرخش کرده. بی معنی؟ نه جدی؟ شما رو پشت باقسالار دیدم. خب حالا تو چرا چیک چیک میکنی جونم؟ کی من؟ برو بابا تو هم. مگه یارو کیه؟ یه جفتش داره مثل فالوس تو صورتش آویزونه. هر کی هست روزای جمعه وقتی میاد پی کلید خودشو واسه من شیش تیغه نمیکنه. تو؟ ای تو کی هستی؟ یه کلفتی دیگه؟ نه تو بمیری. نه اینکه خالد امیر ارسلان نام داری؟ داره جیگر طلا. الان دختر یه سرهنگ واسه من نشسته چی؟ تربا که گل علی خان گوجه محل سگم بهش نمیذاری. پایینه لابود باز اول صبحی رفته درخت ها شدید بزنه داره بارون تو حیات یه بوی گلی پیچیده بود الان در حیات قیامته دارم گل و گل ماهی وقتی اومد من زیر بارون تو شلیزه بودم تو مال کجایی؟ خمام خوما؟ به من اونجا زن افتنی کردم خیلی هم مار کشتم میدونی دوم مارو میگرفتم تو همون میچرخوندم اون وقت شلاقی سرشو میکنم به سنگ اه؟ تو داری گریه میکنی؟ یه شب جمعه اگه بارون نیاد برم دونای علی چند تو شم روشن کنم معلومه خاطر شوهرت خیلی میخواستی ها اگه اون زنده بود من اینجا چی کار میکردم صبح تا شب مثل سگ پاسوخته بدو اون وقت یه حرف بشنو قدیه خونه ای بابا اینا هم قلقشون همین جوریه دیگه همین پیلاغا رو میبینی روز اول که اومدم دکون گفت بشین پشت دخل از این بالاتر میخوایی منو میذاش نما منو میذاش دکون میرفت نما
خب دیگه یه سربند نمیدونم چه مرگشه، هی پاچه گیری میکنه. این روزا که با حاجی زاده حسابی گرم افتاده. آره اون یارو لغویه. نظرم پیل آقا واسه این بابا یه دندون تیز کرده. من که دلم برای افشان خانم کباب. تو یه چیزایی میدونی مگه نه؟ ببینم تو اومدی منو ببینی یا ازم زیر پاکشی کنی شیطون؟ نه عربای خاک مادرم، عجب آدمی هستی ها. ما رو گوشت دمه توب نگو بارمون، بزو واسه خودمون بپلکی. گلی گلدونه برم امروز یک عالمه مهمون دارم. سلام و زهرمار. کجا بودی خبرت؟ ارباب من همینجا منتظرت بودم. بگو با این دختره لاس میزدی. ارباب شما دکونه میبینی؟ اگه امرو جمعه نیست؟ شما روزای جمعه هم تعطیله میگه. اگه نگفتم بهت امرو یه فرج مهمون دارم. یعنی چدید؟ خوب تو اون گوش خرد فرو کن، نسیه بی نسیه مشتری ها رو کشکی رد نکن، مایه های اون هفترم بذارو جوهر از خودت نشون بده. این عبارو بردارن رو کول من. وقتی میری در دکون قناد یک کیلو قرابیه میخوای باید ساعت رو در بیاری پیش اون گرو بذاری. چیه؟ دو تومن کسری داری؟ کیه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. مهمون نخونده. به 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 سلام علیکم آقای آیزاده. آقا مشتاق دیدار. رفتین و سایه‌تون هم برای ما نذاشتین. برو کلید رو بیار. خب 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 عجب صبح سعدی. بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم. خب 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 دماغ مبارکه انشالله چاقه. ای در رکاب شما شمشیر چوبی میزنیم قربان. اتفاقا پریشب تو مسجد خدمت عقبی بودم، قرار بود یکی از این روزا به ما افتخار بدن. والا میدونید که ایشون از بابت رعشه مقداری در زحمت هستن. اگر دلشون پیش ما بود این یتیکرها رو با درشکم میتونستن تشریف بیارن. مثل اینکه از دیدن بنده خیلی هم خوشحال نشدین. اختیار دارین آقا، اختیار دارین، هر گلی بوی خورش رو داده. برحال بنده طبق معمول به نیابت ایشون شرف یافتم. پس باید از نویسنده نامه ها متشکرم. برای بهانه مشروعی برای رفت آمد دست ما بده. خدا از دلتون بشنفه. به سر عربی قسم بنده که از این رفت آمد ها احساس شعف میکنم، به شرط اینکه از ما دریغ نشه. بله. خیال میکنم نامه پسرتونه. ای بابا این پسرم برای بنده شده شاخ. فعلا که اینکم پایینه. خب اگه نامحرم نیستم اجازه بدید بنده میخونم. اخیر آقا لزومی نداره، نخوندم میدونم چی نوشته. اوزام روبرا نیست، زندگیم باطل شده، با عمو جان نمیتوانم کنار بیایم، برنم گریزه به کربلا. پول آقای من خواب بیگه نوازش کن. بفرم. بله بازش کن. پرده پوشی نداریم آقای من خواب. بنده زیر جلی براش میمیسم، زیر شلواری ها و پیرنهای کهنت رو بفرست رشت تا بنده پوشن. اون وقت کلاقه خبرش رو میاره که آقازاده روزی یه بسته سیگار فرنگی دود میکنه. زینم شد زندگی؟ خب دیگه لطف جوانی به همین هست. جوانی چی فرمودین آقا؟ عرض کردم که اجازه میفرمایین؟ بله. آقا گوشتون اینجا هست؟ خواهش میکنم آقا، خواهش میکنم. برای تو نوشته بودم که از بانک در آمدم. یعنی نتوانستم فضای سرد، آدمهای بی روح و رئیس نوکیسه من را که عمو جان باشد تحمل کنم. مثل گل بنفشه بودم که در شورزار بکنم. آره جون خودت، مثل گل بنفشه بودی. ای داری
میدانم که دنیای تو به روی من بسته است، اما من از نوشتن، تنها از ریزش کلمات این قده های روح احساس آرامش میکنم. پس گوش کن، تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل به آلمان بروم. تو کاسبکار خبره و در این حال مالک معتبری هستی. شنیدم برای انجمنهای خیریه چک های درشت میکشی. ثروت تو البته برای من ارزشی ندارد، اما سر کیسه را شل کن. ملازمی فرماید آقای همایون خان، با یه همچین نامه‌ای آدم توی خونه میتونه احساس امنیت کنه؟ ولی این نامه کاملا صادقانه ایه. فرمودین صادقانه؟ بله، پسری در یه مرحله حساس داره وظایف پدرش رو یادآوری میکنه. گفت تهرون، فرستادمش تهرون. اسمش رو تو بهترین مدرسه اونجا نوشتم، براش معافی گرفتم، بعدم همونجا دستش رو تو بانک بند کردم، حمال در اومد، تخت بره. اونای دیگه ظرف یه سال کلی ترقی میکنن، پیشرفت میکنن، مثلا خود جناب‌عالی بانکی هستن دیگه. خیر قربان، بنده عضو آویزان شهرداری هستم. فرقی نمیکنه آقا، فرقی نمیکنه. اون بعد از 21 سال هنوز سربان منه. رک بگم، من مستمری اونو سره به سری میدم و این وظیفه نیست، فداکاریه. برحال اون تصمیمشو گرفته، شما هم بهتره تصمیمتون بگیرین. آیا ممکن؟ شما از کی دارین طرفداری میکنین؟ اگر بذاری یادتون باشه که احسان 3 سال داره دور از شما زندگی میکنه، ناامید و غمگین، که مرد در این مرحله میتونه با یه تلنگر سقوط کنه. سقوط کنه؟ بله. پس من چی؟ اون فکر آبروی منو کرده؟ من 30 سال تو همین کوچه بلورچیان دارم اون آبروی خودم رو میخورم. من حتی به خاطر یه ماجرای شرافتی با شهردار سابقتون درگیر شدم. نمیدونم اطلاع دارین یا نه، بنده یه دو روز و انجمن شهر بودم. بله مختلص. آقای شهردار به خاطر احداث یه میدون داشتم بودجه شهرداری رو تو درتو میکردن، ولی من به موقع مچشو گرفتم. بله. اما جناب ایشون به این پیشنهاد رشوه کرد، خواست کوچه بلورچیان رو به اسم من بکنه، اما من زیرم مثل جناب ایشون همچه لیگ نبود تا با این تلنگ را سقوط کنم. منزل شما پشه داره آقای. بله. بله. احسان اگه بچه عاقل سر به راهی بود باید این چشمهاش هم میدید. من نمیفهمم، نگرانی شما جهتی نداره. زیادم بی جهت نیست آقا، زیادم بی جهت نیست. شما ماجرای این خونه بغلی رو میدونیم؟ نه خیر، اتفاقی افتاده. اتفاقی چه عرض کنم، یه جلنباری توی این خونه پیدا شده که یه سربند خواب راحت از بنده گرفته. درستشو بخواین احسان دستگلیه که همین جو اندف تو دامن من گذاشته، همین آدم خرابش کرده. ولی تا ماده مستعد نباشه، یعنی میفرمایید که معاشرت نااهل هیچ اثر سویی نداره؟ بله. منظورتون از این نااهل کی آقای پیربازاری؟ همین جلنبار دیگه. اسمش چیه؟ نوه قدیرخان فومنی. آقا همین که همیشه یه روزنامه تو جیب بغلشه. آها بله، این یارو که گاه وقتی اینکه سفید میزنه. امام فریبی میکنه آقا، شیشه خالیه اینکه سفید. اسمش انوشه. شما هم کجا میشنسیدش؟ دبیر طبیعی برادرمه. سابقش چه نمیگید آقا؟ مخبری روزنامه چپ بوده. بنده به این صحبت ها کاری ندارم. دادگی هم شنین هم کافه میشینم و با آدم های نامربوط نشست و برخواست میکنه. حرف قربان، بخار معده های پره، مردم حرف زیاد میزنن. تعجب میکنم شما امروز همش طرف اعراضه رو اوباشو میگیرین. خب دلیلش واقع بینی منه، وقتی پای حقیقت در میان باشه دو و دو شاب برام نداره. البته بگم من این شخص رو به طور دقیق نمیشناسم. معلومه که نمیشناسین آقا، معلومه که نمیشناسین. اگه میشناختینش اینجور سنگش رو سینه نمیزدین. آره خب تا اونجایی که من میشناسمش این شخص آدم راحت و سربراییه. نه خیر آقا، این بشر موجود خطرناکیه که در کمین یک خانواده محترم نشسته. اون جونور سارق احییه. اون با همین قیافه به جانبش احسان منو مسموم کرد. والا هنوز زهرش نریخته، یه سربند قصد جون افشان منو کرده. دختر شما رو؟ بله. اتفاقا در این خصوص میخواستم یه مشورتی با جناب‌عالی کرده باشم. بله؟ در حقیقت پیغامیست برای حضرت عبوی. قرض اینه که تا گندش بالا نیمده ایشون تکلیف ما رو در خصوص این دختره روشن بفرماین، و الا تمام پنبه هامون رشته است.
بله، من البته پیغام شما رو میبرم، ولی خب میدونید که پدرم از بابت لرزش دست و پا فعلا وضع مساعدی ندارن. این مسئله کوچیکیه که بعداً حل میشه. ضمناً به عرض ایشون برسونید که قرار این پسره با اهل بیتش امروز بیان خونه ما که مثلا مذاکره بکنن. اما من داغشو به دلشون میذارم. یه نقشه ای دارم. که؟ اینجا صلاح نیست صحبت بکنیم. خب پس شما این درخت های نارنج ما رو ندیدین؟ بله آقا، ته باغ تقریبا شده یه نارنجستان. چند تا درخت بادرنگ هم کاشتم که باد اونها رو خوابونده. پستچی حلقه به گوش. پسرن ورداشتی برده تو حیات که چی؟ شاید هم یه حرف خصوصی باش داره. مثلا چه حرف؟ چه میدونه؟ خیال میکنی بر چی اومده؟ چرا خیال کنم؟ معلوم که نامه آورده. الان تو دستشه، گذاشت تو جیبش. یعنی ممکنه مال احسان من باشه؟ اگه نامه اونای دیگه بود الان برای خودش رو میز افتاده بود. دو ماهی که از پسرم خبری نداره، سه ساله که رفته، سه ساله که ندیدمش دیگه. صداش، قیافش، همه چیش داره از یادم میره. وقتی داشت میرفت سیبیل گذاشته بود. ولی خیلی عجیبه، چرا نامه آقا جون به نشونی حاجی زاده میاد؟ چرا این نامه رو همایون میاره در حالی که آدرس ما خیلی هم روشنه؟ یعنی خودت نمیدونی چرا؟ بله، اون نمیخواد نامه های پسر ناخلفش به دست ما بیفته. نمیخواد به هیچ شکلی با احسان در تماس باشه. ولی نمیدونم چرا قضیه یکمی به نظرم مرموز میاد. یعنی میخواد بگه کاسه زیر نیم کاسه هست؟ شاید هم برنامه پشت پرده است. شاید هم پای من در میاد. ایبا نیست. یادت باشه همایون فقط نامه های پدرتو نمیاره. بله، گاهی وقتا هم پیغام انوشو میرسه. خب این چه معنی داره؟ آخه تو چه میدونی ماما؟ این جوجه ها شامه یه دختر خیلی تیز داره. یعنی مثلا میخوای بگی که چی؟ پدرت میخواد تو رو به اون لرزونت غالب کنه؟ با خدا اون روزو نیاره خانم جون. حاجی زاده تا حالا قد یه قبرستون زنگ گرفتی، همه رو با دست خودش تو مدیریه. تو اونجوری نکن. بودو برو تو آشپزخونه. ببین افشان جون، بذار بابات هر حقیقی که داره بزن، ولی تا موضوع آفتابی نشده ما اصلا نباید به روی خودمون بریم. ساهر سازی، محافظه کاری، تا کی؟ دیگه نمیتونم، دیگه دارم دق میکنم. من نمیفهم اصلا تو چرا اینقدر دلشوره داری؟ تو این خونه دارم دق میکنم.
قصه نخور جنم، همین امروز تکلیفت یه سره میشه. با این مقدمه ای که من دیدم، ببین ببین چجوری غم گرفتتش. تازه امروز بهت کنی هم سرحال باشی، حتی صبحونه رو با ما نخورد، خودش زد بخواب. پاشو پاشو برو یه دست لباس بپوش، یه ریختی عوض کن، همه کارا درست میشه. چجوری درست میشه؟ وقتی خدا بخواد. بله به خواست خدا همه چی درست میشه. مسخره میکنی؟ مثلا من امروز از حرفای تو هیچی سر در نمیارم. این خونه هیچکی از حرفای من سر در نمیاره. کاش که منم مثل احسان آزاد بود. احسان هیچ کار خوبی نکرد، خدا میره خوب میدونی. برعکس، حالا میتونه به یکی واقعا داره زندگی میکنه. یعنی تو این خونه نمیتونست زندگی بکنه با این همه دروغ و دورنگی؟ پیلاغا هزاری هم که بد باشه بازم پدرشه. آره پدرشه، پدری که به تهدید گرسنگی و بیلباسی اونو وادار میکرد پشت دخ بشینه، خمای ماهیا رو کول کنه، مسجد بره، تعریش بذاره، در حالی که غالبا از تمام این کارا نفرت داشت. اون هر طوری بود خودشو خلاص کرد، بالاخره آزاد شد. ولی من مثل یه ماهی دارم دست و پا میزنم. من تا حالا برخورد زیادی با انوش نداشتم، گرچه از وقار و متانتش خوشم میومد، اما این دلیل نمیشه که حرف دهنت بذاره. ما تو این خونه از این حرفا نداشتیم. من درست سر بزنگا که باید خود محبت نشون بدی، با پدرت مهربونتر باشی، دلشو به دست بیاری، یه خورده بخوای. دختر پاک خون شد. لا اله الا الله. بنده آقا فلواقع آدم تنهایی هستم، هیچ وقت کسی رو نداشتم دو کلمه از غم و غصه هم براش بگم. کسی که جور باشه و حرف بنده رو بفهمه. البته حساب عووی جداست، محضر ایشون همیشه برای بنده یک حلاوت دیگه ای داشته. آقا چایی؟ به 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 به، چایی هم که رسید، اینو باید به فال نیک گرفت. بفرماین بفرماین، خواهش میکنم. تو این هوا آقا هیچی بهتر از یه چایی داغ نمیچسبه. آقا کاری نداریم؟ برو. بله گاهی به سرم میزنه آقا ول کنم برم پیر بازار، زندگی اجدادی خودمو بچسبم، بیل بزنم، توتون بکارم. از این کلک ها. موضوع اینه که آدم نمیتونه به عقب برگرده آقای پیربازاری، مگه اینکه بخواد اداش رو در بیاره. ادا در بیاره؟ شما واقعا امروز شوخ و بانشاد شدین. اما همایون خان، محض اطلاع بد نیست بدونین که بنده پاورهنه وارد این شهر شدم. کی؟ خیال کنید 40 سال پیش. و اگه جدی نبودم که این دم و دستگاه علم نمیشد. پس فرماندارتون واسه چی با من لیمونات خورده؟ پس شهردار سابقتون چرا صدر و دورش که منو دور میدون میچرخونده برام زیر گوشه میخوند؟ نخیر آقا نخیر، اینا حساب کتاب داره. من تصور میکنم که اعصاب بنده آقا خیلی هم راحته، فقط یه جام داره میسوزه، اونم شما نمیدونین کجا. سیگار میکشین؟ التفات بفرمایید. بله چطوره یه مسافرت رو کنین های فیربازاری؟ مثلا کجا؟ تهران پیش اخوی. بله هم دیداری از اخوی میکنین، هم این که بلکه بنده آقا ترجیح میدم شبا تو مسافر خونه بخوابم، هم منزل آدم های نوکیسه نرم. آشغال خیال میکنه حالا که رئیس بانک پخی شده. همین پارسال بود دیگه، وابر رو فرمایید، یه خوم اشبل و روده و کله ماهی بار زدم برای تهران که مثلا براشون سوغات ببرم. صبح دیدم خومو درسته گذاشتن دم در که سفوره برداره ببرم. اگه بگین اینقدر حیا، ابدا. شب آقا شب یه متکایی گذاشتن زیر سرم، نمیدونم توش لاستیک بود، پنبه بود، چی بود. خلاصه تا یه هفته گردن بنده قلنج بود. در صورتی که هر وقت این آدم لش نحسش رو میاره لش واسه جداگانه پشمن میزنم. از سیر ترشی تا مربای شقاقل سر سفره مزایقه ندارم.
حالا برم تهرون بگم چی؟ خب حداقل یه مقداری با مشکلات پسرتون آشنا میشین. جناب علی که باز تیرو به تاق کوبیدین. شما در قبال احسان وظایفی دارین. یعنی جناب علی رو این چرت و چوله ها صحه میذارین ولی؟ اونو ممکنه اخلاق اون نامه رو محکوم کنه ولی منطق تایید میکنه. به عقیده بنده این جنایته. خیر به عقیده مخلص این یه قدم کوچیکه. شما با همین یه قدم میتونید اعتماد پسرتون رو جلب کنید. جناب علی قلم دارین؟ بله. بفرمایید اینم کاغذ. میخوام جواب نامش رو همین حالا بدم. چون اگه تا به حال ریسه های پیاز و سیر و کوزه های تمشک و رب انار واسه اون نوکیسه تعارف میفرستادم که آقا رو تر خوش بکنن، حالا دیگه باید جیرینگه نقد بکنم. تهرون که رفت نماز رو گذاشت کنار، وای به حال اینکه از آلمان برگرده. بنده آترم قربان. لطفاً بنویسید آقا. احمق. شما حالتون خوب آقای پیربازری؟ میبینین مثل شاخ شمشاد جلوتون وایسادم. هیچ وقتم به این قشنگی جواب کسی نداده بودم. نوشتین آقا، نوشتین. لطفاً بنویسین. احمق. تمام. خب خب نمیدونم با این سرشکستگی چه بکنم. خواهش میکنم بازم به ما سر بزنید. بند شبا ساعت 12 شب به بعد خونه هستم. خب معمولا اینطوریه دیگه. البته سلام کمترین رو به طور مخصوص خدمت عووی ابلاغ بفرمایید. راجب اون یه پارچه دم خدمت ایشون عرض کنید زیاد دلگیر نباشن. بالاخره یه جوری اونجا رو با دخترم تاخت میزنم. گرچه نصفش باطلاقه ولی خب چه کنیم دیگه، ایشون آقای حاج‌زاده هستن. دلم میخواد به ایشون اطمینان بدین که بنده سر قولم هستم. آره حتما. جناب علی چت با خودتون نیوردین؟ میبینین که کاملا مجهزم. بنده آقا یه چت دارم مال قبل از جنگه، متاسفانه دادمش تعمیر. لطف شما برای ما کافیه قربان. ما نمک خاره ایم. مرمت زیاد. التماس شما زیاد. خواهش میکنم بازم کلبه ما رو با قدوم مسرحت لزومتون روشن بفرمایید. نظرم قربان. لطف زیاد. خدا حافظ شما. اخی. اخی. که بری آلمان. آره تو رفتی و منم گذاشتم. آره فرستادم تهران، اونم زیر دست اخوی که سختی به زور بیاره بلکه قدر عافیت رو بدونی و برگردی بیای سر خونه و زندگیت. اما این دست موزم هم بود حالا دیگه واسه من بالا چاقی میکنی. آره که بری آلمان رفتی و منم گذاشتم. این گدا گشنه ها که خودشو نهار دعوت گرفتن. بعدم این کاغذ لعنتی. آها آها Yeah.
درد داری ها؟ بخواب از طرف دولت آزادی. صد دفعه گفتم در بزن بیا تو، بلکه توی این اتاق سر بریده بود. تو این اتاق غیر از ریاکاری چیزی دیگه ای پیدا نمیشه پدر جان. آره کی بود؟ پسر آیزاده. کاغذ داشت؟ آره یه مشارت شلو. مالکی بود؟ خب میخوای مالکی باشه اخوی دیگه. لابد بازم پشت سر احسان صفحه گذاشته. ها آره آره این نامه کو نوشته احسان به طور متوسط روزی یه بسته سیگار فرنگی دود میکنه. اینو که اون دفعه نوشته بود. هفته ای گذاشتم یه شب خونه نیومده. همینقدر میدونم فک و فامیلای بی منظوری داری. اولا که بنده فک و فامیلی ندارم، فک و فامیل بنده هم یه دونه نوکیسه است. ثانیاً هر کی از واسه خودشه. آره سالسن من تصمیم خودمو گرفتم مادر جان. تصمیم گرفتی چی کار کنی؟ میخوام حساب این پسره رو ببندم. این تصمیم رو تو مسترا گرفتی؟ بی اجازه من حق آب خوردن نداری. میبینیم آره میبینیم. وقتی یه مادر کیسه رو بستم اون وقت دومشو میذاره رو کولش و با لولوچه حافظون برمیگرده میاد رش. یه آشی براش پختم که یه وجب روغن روشه. گفتی منم باور کردم. کجا داری میری؟ هر جا که دلش بخواد. تو خونهش آزاد. اما ندم اتالا در رو من عوا سرده. عوا تو دوشت کن. همین فردا عربی ساز میارم تا اشراف تالا رو بگیرم. سه ساله که همچه خیالی داری. اما حالا خیلی چیزا رو فهمیدم. مثلا بگین ملاحظه نکنید. بگین که از همینجا دارم به صدای ویولون خونه همسایه گوش میدم. چی شد؟ نفهمیدم. بگین معطل چی هستین؟ بگین که پشت این خونه قارچ سم میدر اومده. شما که همه چی رو دایره ریختین دیگه ملاحظه چی رو میکنید؟ بالای سیاهی که دیگه رنگی نیست. دختره بیابرو دماغ باز کوهی هم داره نمیشه گفاره چشه دبرو. گوش کن فومنیا تا نیم ساعت دیگه این جان تو باید من باید چه تازی به سر اونا بزنم؟ خودت خوب میدونی این یه مهمونی ساده نیست. پای افشارم در میونه. حسابیشو بخوای اونا واسه خاطر دخترت دارن میان. پس صداتو بکش پایین که دخارای بچگانه رو بذار کنار. اینقدر قلدرم در نیون. بله پس بفرما کنه بردارم زیرشون هم تمیز کنم. نه آقا جون من نمیخوام از این فداکاری ها برام بکنی. فقط لطف بفرمایین اونطور که شایسته یه پدر دلسوز مطابق وظیفتون عمل کنی. لعنت شیطون به این وظیفه ای که شما از آدم میخواهید. نه خیلی مردی که همون دوزه گردنه هست همون افیه که داره زهرش رو تو پاشتن فرو کرده. این جانی بلفکر میخواد برم به شخصیت افراد بی احترامی نکنی. بله دیدم شخصیت داره از پر و پاچش میریزه. نه فقط جنابالی هستین که شخصیت و قرب و قیمت داریم. چی؟ بنده مرد مهمنی هستم نمیدونی برو بپرس. من با فرماندارتون لیمونات خوردم. با شهردارم سوار درشکه شدین. رئیس شهربانی هم با شما دست داده. خب فکر میکنی به صلاح بنده است که سر به سر یه معلم پای مفرقی بذارم؟ اون مثل یه لکه به دامن فومنیا نشسته. راجب اون روزنامه میتونی همچین سابقه درخشانی تو شهربانی نداره. گفتین این رو گفتم. اما یه چیز رو اطفا نگفتم. اونم اینه که از وقتی پای این قرطی تو زندگیم باز شده یه چیکه آب خوش از این گلوم پایین نرفته. ولی اول باید ثابت کنیم که زندگی هم داشتی. زندگی نداشتم اما زنمو که داشتم، بچه‌هامو که داشتم. میدونستم زنم منتظرمه. میدونستم وقتی در میزنم دخترم درو برون باز میکنه. اما تو حالا اینقدر از من دور شدی که اگر کسی هم تو خونه نباشه نمیدونی چقدر سخت این یه چشم خوشبختی آدمم کور بشه. خوشبختی؟ بله تا 3 سال پیش زندگی واسه من یه لطف دیگه ای داشت. زحمت میکشیدم، رنج میبردم، فعلگی میکردم به خاطر عشقی که به شما داشتم. اما چه فایده؟ این افعی، این جلت بی همه چیز پاداش حق‌شناسی های من بود. حق‌شناسی، عشق، خوشبختی، اینا برزنده شما نیست آقا جون. شما کلمات قشنگتری دارید. یعنی خشتن که بنده اینقدر بومیده بله؟ خانم، کوکو رو گذاشتم سر چراغ. سیر قلی هم داره میجوشه. شعله چه قدمرم کنسو کردم. فقط زیتون پرورده یه هوا غلیظ شده. آب انار بریزم؟ فعلا نه باشه بعد. خانم چیه؟ اینجا بویی نمیاد. چرا؟ چرا بو میاد؟ بوی دست گل معطر. بگو ببینم چه دست گلی به آب دادی. چی خانم یه کلمه‌ای سوزی. برو بیرون. بلا بوده.
کله پدر هرچی آدم خره. خودم میرم، لازم نکرده. وای اون چیه دست؟ چشمسته غیب گفتی؟ باش بیا این طرف، دارم بارون رو تماشا میکنم. اینجا سال 200 روزش بارون میاد، خسته نشدی؟ ولی بارون تو هوای مهالود یه چیز دیگه. گفتم بیا این طرف، هنوز صدای گارمان یارو بلند نشده. گارمان نیست، ویولون. فرقی نمی کنه، هر دوتاش یه پخه. متشکرم. نگفتی این چیه دسته؟ هرچی هست خیال نمی کنم به درد شما بخور. خیام؟ چی؟ انوش فومنی؟ اینه این پسره بهت دیگه؟ خواهش میکنم درست حرف بزنی. گلی؟ گلدونه؟ یه قوایی واسه شما بدوزم که تا دنیا دنیا زیادتون نره. این دیگه به خودتون مربوطه، ولی بد نیست اینم بدونی که من دیگه احتیاجی به قیم نده. مثل اینکه خیلی زیر سرت بلند شده. حتی اگه لازم باشه میتونم این خونه رو ترک کنم. خیالت اینقدر احمقم که با این حرفا جا بزنم؟ نه بنده احمق. بله فعلا بله. برو یه انبار برده بیار. انبار؟ یالا بازی خوشمزه‌ایه. کسی که خربزه میخوره پای درزش هم میشینه. البته من یه قدم عقب نمیذارم. این مردی که پدر سوخته خوب داره باغ سبز نشونه داده. دلیل شما چیه؟ شما بالاخره باید یه دلیلی برای خودتون داشته باشید. یکیش همین کتاب معلوم. تعجب میکنم شما دیگه چرا این حرفو میزنید؟ اتفاقا منم که واسه این حرفو بزنم، منم که واسه این کتاب توف بندازم. ولی چرا جلوی من؟ من کی میدونم شبا پشت اون نقاب تقدس میشینین برنامه گلهای رادیو رو گوش میکنین. تصادفا شعر برنامه دیشب هم از خیام بود، نبود؟ من اگه جای این سلطان محمود بودم میدادم این علق مزقه ولد زنا یه دام الخمر ملون الاخرت رو شمازینش بکنن، بند از بندش جدا بکنن. از وقت بعد سلطان محمود افتخار همزیستی با خیامو نداشت. چه میشه کرد؟ این سعادت نصیب ملکشاه شد. حق با چه شیر گاف خوردی؟ اما شلی رو به غمزه در نکرد. دختره بیاورو دهن به دهن من میذاره. من 40 تا به ستاره با سوادم میذارم تو جیبم. خیال کردی؟ بده من این همه رو بنده زودوشم. یلا برو چست رو من برده بیار. این جاش تو قصر خلیفه است. بله آره، جاش تو قصر خلیفه است. باید یه ثوابی کرد. آره آیا چیه؟ چه خبره؟ چه شده؟ چه خبره؟ شنگی را انداختین؟ چه شده گمی؟ هیچی خانم، من نفهمیدم. اون چی بود با انبار گرفته بود؟ نه ترس ما آموش نم. چیز بود خانم جون، کتاب بود. خیلی خوب، تو برای یه سری به اون سیر قلیه بزن تر نگیره. بله خانم. خانم چیه؟ من امروز با همین پیرنجل و مهموناتون در بیام. این محترم آدمشون دو ساله که تو تن من میبینه. نه سلامتی مجلس خواستگاریه. من یه پیران گلدار تای صندوق داشتم، برو درش بر بپوش. دستتون درد نکنی خانم، خیلی ممنون. افشان جو بگم اون بد نبود اون پرده های قلمکار رو بردون داشتیم. پرده های گلدار قشنگ که داریم، شاید هم یه سری اومدم پای. زیاد سخت نگیر. خوردونت برم. نه سکه یه خود آرومتر باشه جونم. آدم با زبون خوش مارم از سوراخ میکشه بیرون. اگه میبینی من دوتا بارش میکنم، خب زنشم، همبالینشم، گاهی وقتا کارت به استخونم نشته، خب دوتا میگم. اما تو حق نداری با شکی به دو کنی. خب؟ باشه، من دیگه چیزی نه. بلی همیشه اونه که شروع میکنم. میدونم عزیزم، میدونم. بردم خیلی همه تو هاست کار بده. مادر دختر خلوت کرده بودیم. آیا منده سنگین بود؟ آخه
خیلی خوب، پاشون بریم بیرون. پاشون بریم، میخوام تو خودم باشم. ما اینجا منتظر. خیلی ناراحتی، خودت تشریف بذار. خیلی خوب، باشه. این شد یه حرفی. خودم میرم. کجا؟ میخوام برم پایین لم بدم. گوش کن، بیا. همین فومنیا تا نیم ساعت دیگه اینجا. میدونی؟ وقتی که اومدم بگو مریضه، بگو که سالت داره، بگو خناق گرفته، بگو اصلا مرده. رو به قبلم که بیفتی پدر جان، باید باشی. نمیتونم مادر جان، یعنی موندن من صورت خوشی نداره، ممکنه کار دست خودم بدن. چرا؟ چرا پیشر میگردی؟ برای اینکه اینجا رسیده، برای اینکه هر کسی یه سازی میزنه، برای اینکه یه فوج آدم رو دعوت میکنیم یه جمعه منو خراب کنن، تازه توقع دارین تو روشون بشینم لبخند بزنم چه خوابازی هم در بیارم. در وقتی تایی دارم چرکه چطور میتونم؟ اصلا کی گفته شیش تا آدم ریزه بشن سر نهار سردیز خونه خونه من؟ تو مگه اینجا کارون سراست؟ آخه خب میدونی که اونا واسه خاطر دخترت دارم میاد، چرا خاطر خیلی بزنی؟ دو نفر بلند میشدن میمدن خبر مرگشون حرفی داشتن میزدن بعدم میرفتن پی کارشون. این که دیگه این همه دست و دنبک نمیخواست که بس ببینم اگه اون مرد که لغزه این میخواست بیاد که گور مرگش سه ساله میخواد بیاد، تو اینجوری دماغتو سربالا میگرفتی یا نه؟ خود تا هفت قلم آرایش میکردی همینجا چشم به ساعت منتظرشون میشد. بگو پای آیزاده رو میون نکش. چرا؟ چرا به تیرج قبات برخور؟ من یه ساله دارم شیله سوار میکنم. که چی؟ حتی نشونه نامه‌هایی رو که با آدرس من میاد با آدرس این آدم عوض کردم. برای اینکه بیشتر به فکر من باشه با خط عوضی واسه خودم نامه نوشتم با آدرس اون فرستادم. اینا رو دارم میگم که روشن شی. قباس. نه. هر کسی واسه خودش یه قبازیایی داره که براش مقدسه. تو نمیتونی بهم سرکوب بزنی. هیچ کس نمیتونه بهم سرکوب بزنه. از خیلی چیزا رو بهتون نگفتم. من نون تای شیشه مالیدم. شبا تا صبح تو مسجد آیصفی دستم و لای پاهم گذاشتم که از سرما یخ نزنم. من اینجوری شروع کردم. برای همینه که دارم دوره بر اون لغوهی پرسه میزنم. من این زندگی رو با درد و رنج و خونه جگر فراهم کردم. نمیخوام دو دستی تقدیم یه فکلی گدا گشته بکنم که واسه من یه کاسه بالا بکشه دو تا آروغم روش. برای اینه که ترجیح میدیم بنده رو با احترامات فائقه حضور همریش محترمتون آقای حاجی زاده پیشکش کنیم. ده اون یه آدم معمولی نیست دختر، چرا نمیفهمی؟ کلی مستقل داره. دوبار به خونه خدا مشرف شده، نصف جیرده مهرزن دومش بوده. ده چرا نمیفهمی؟ اون در واقع داره دنبال یه وارث میگرده. تو چرا نمیفهمی؟ پس نتیجه اخلاقی قضیه این میشه که آدم تا دختر در این وقت نداشته باشه نباید با آدم این مهمتر از خودش معاشرت کنه. دختر جان اون آدم متشخصیه. چه دماغ گنده با وقاری، چه هیکل بازاری اصیلی، با اون بوی گلاب غمسرش مثل یه ماهی شور تازه از خون بیرون کشیده آدمو مست میکنه. ده تو این چیزها رو چرا نمیفهمی؟ گلی! گل دوره! بودو بودو در باز کن بودو! کلافه همون کرد، مگه حوصله واسه آدم میمونه؟ تو این هوا یه تا به تخم کدو خیلی مزه میده خانم. دلم مثل سیر و سرکه داره میجوشه. تو حالا که به خیر گذشته خانم. تو دیگه چیزی نگو خواهش دارم. حیف اون پیرانه که تنت کرد، در صورتی که جار میدن همون تخم دهادی. مگه من چیکار کردم خانم؟ حالا نمیتونستی سر سفره پیاز رو با مشت له نکنی؟ آخه پیاز با مشت شیرین میشه خانم. خیلی خوب دیگه. این مردی که پایین نیومد چرا اینجا بودم؟ بالاخره روی خود شده بود. کجا رفته؟ دندونشون گم شده بود، رفتن سطل آشغالو بگردن. به منم یک سیلی زده. این کتکش باشه، حقیت بود. بالا دیدی چیکار میکرد؟ بله خانم، پلو انوشخان نشسته بودن. پوست خربوزه رو با قاشق میتراشید، هسته های زیتون رو میریختن به دست پسره. وای قد قد آشغال. خانم اربابه ناراحت بودم که نفهمیدم دندونم چای افتاد.
حالا باز خوبه پیدا شد، وگرنه یه علم سلاتی میکردم که چیه دفتر باز که لب و لوچت آویزونه. خانم من برم. دستت که خالی شد چای رو دم کن. یه کفنامه بسه، چای پرزور واسه قلب ضرر داره. یه وقت قلب هلندی هم سر صندوق هست، همه رو تو اون قلبونای نقره خالی کن. قلبونای نقره یادگار یه اون جدال و دوندگی من باز وسیله خود نمایی شما بشه. این درد داره من از پا میندازه، زبونم از زور بار دهنم رو پر کرده، فقم مریضه. اون وقت این افاده های شما بود خوده بزو ندید. بالا یادم نرفته چه گدابازی در وردی. آخه تا کی باید از دست تو خفت بکشم پیش مردم سر شکسته باشم؟ آخه چه اینقدر خودتو سبک میکنی مرد؟ آخه عزتی وقتی پا میذارن خونه من باید حد خودشون رو بدونن. خب مثلا که چی؟ اونا که سبک نمیشن، خودتی که پس میشی. راست میگی، برو بالا بشی، چهار کلمه بگو، حال احوالی بپرس. آخه ناسلامتی تو بزرگتر این خونه ای. آخه آره مثل این که باید نبود که برم بالا. قدیر خان پومنی آدم خوشگفت و لطفیه. اما قیافه این پسره وقتی دم نظرم مجسم میشه انگار من خوابوندن یکی داره به لنبرم شلاق میزنه. یه رو اون بلا اونم باز نشم رو بیارم پایین. میشنافی؟ صدای خنده رو میشنافی؟ زندگی منو دارن چپو میکنن، هیچ کس هم بالا سرشون نیست. اما هرچی فکر میکنم میبینم قیافه این پسره رو نمیتونم تحمل کنم. که منو نصف عمر کردی، بالاخره میخوای چیکار کنی؟ ها؟ نمیبینی زن؟ داره حمله قلبی به هم دست میده. کیه؟ صدای پا میاد. شناختم. این همون پای گستاخ این طرف زندگی من دراز شده. نمیدونم از جون من چی میخواد. چیه؟ چه تیه افتادی؟ این درد لاکتاب مذهب من آتیش زد. خب نقشه تو بازی کردی، خیلی کردی من خرم. این چه دردی بود که به جون من افتاد؟ اجازه میفرمایید. امیش خان مخلص شما سرور ما انشالله که بلا دوره. امیش خان میخواستن یه احوالی از شما بگیم. چطور؟ مگه ایشون میدونستن که بنده سقل معده کرد؟ نه یعنی میخواستن یه چند دقیقه خدمت تو بشه. من از وقت شریف زیاد نمیگیرم، زود مرخص میشه. آخه اینجا که سردسته قابل شما نداره امیش خان. بفرمایید. شرمندم آقا، میبینین که لطفا این در پیشش کنید. اگه خدا نکرده نقاهتی پیش اومده من در خدمت هستم. آره چطور بریم پیش دکتر؟ کدوم دکتر؟ امروز که همه جا تعطیله. پشت استانداری یه دکتر کشیت هست، اون گدا ارمنیه. چه فرق میکنه آقا جون، بالاخره دکتر دیگه. به هر حال گداست، اگه گدا نبود جمعه رو تعطیل میکرد. معذرت میخوام آقای فیروزی، شرم باید به یه همچین آدمای زحمت کشی احترام بذاره. اون استراحت و آسایش خودشو گذاشته برای ما، برای یه همچین موقعی که همه جا بسته است. و جناب عالی خیال دارین امروز بنده رو ورشکسته بکنین؟ بله فکر چیاره میکنی؟ تنت سالم باشه، باقی فدای سره. از اون گذشته بنده به حکیمای امروزی اعتقادی ندارم، مخصوصا که تحصیل کرده خارجم باشن، فقط بلدن عینک بزنن و مردم رو بچاپن. در صورتی که خودم یه دفعه واسه همین فتخم رفته بودم پیشش، از زور بیکاری داشت تو آینه پشمای گوشش رو میچید. تازه خبرش هم دارم، عینکش هم شیشه خالیه. مثل اینکه حال شما بهتره. نمیتونم والا یه اون چش شده، اتفاقا همین حالا ذکر خیر شما بود. پیلاغا میفرمودن که شما عجب خونو بودید. نجم بودید. یه کفلمه زیره بدم بکنید. آب داغ نبات هم بد نیست. نه بهترم، آخش دارم عرق میکنم. آخش پرخوری آقا، پرخوری سقل معده میاره. این عادتش آقا، هر وقت زیاده قوی میکنن یه کاری دست خودشون میدن. زن چادرت رو بپا، داره از سرت میافته. محضر شما به قدر گرم بود که پیل آقا حسابی دست پای خودشونو گم کردن. حالا اگه زن یه کمی شلخته از آب در اومد، نامحرم باید چشمشو درویش بکنه. مثل اینجوم یکم زیادی هست. بعده مثل اینکه خامینا بالا تنها. با اجازتون ما میریم بالا. آخش آخش
برحال متشکرم. واسه چی؟ نهار، میوه، همه چی؟ میوه مصرف شد؟ میبینی آقای پیروزی؟ نه خیر آقا، نمیدونم. هر جوری حساب میکنم میبینم یه نهار به شما مدیون شدم. متشکرم آقا، بنده نهار خونه ای کسی نمیرم، مخصوصا اگه دست جمعی باشه. یه عصرانه رو ترجیح میدم. عصرانه البته چیز دیگه ای بود. آه چی بود؟ فرمودین که به بنده مدیون شدین. بله، ما یه نهار رو سفره شما خوردیم. استدعا میکنم، ولی تصدیق میفرمایید که به هیچ وجه کوتاهی نشده؟ نه نه، حتی باید بگم مایه هم گذاشتیم. نمیدونم، شاید برای همینه که منم مثل شما سقل معده کردم. عرض نکردم آقا، عرض نکردم. آدم باید در خورد و خوراک مواظب خودش باشه. ده معده است دیگه آقا، آسیاب که نیستش که. ما 6 نفر بودیم به این حساب. تصور میکنم یه 60 تومانی رو دست شما گذاشتیم. اگه اشتباه نکنم جناب عالی باید همین روزا مواجب گرفته باشین. استدعا میکنم. آقا ما یه جعبه قانفت اون بالا تو دولاب چه داشتیم در غیاب بنده که اون جعبه رو دستمان بنده اطلاعی ندارم. آقا این که خیلی بد شد. کارش داریم، ممکنه کسی سر بریزه. آقا چطور ممکنه؟ از این چورکه بنده کجاست؟ اما اینجا که مغازه نیست آقای پیربازاری. اختیار دارین آقا، برای بنده همه دو دکونه. صحیح، پس زندگی برای جناب عالی یعنی دکون. با کمال خاکساری باید فرمایش حضرت عالی رو تصدیق بکنم. برای همینه که همه جای چرتکه با خودم دارم. خونه و دکون فرقی نمی‌کنه. بله پیدا شد. خب جناب عالی فرمودین که میوه مصرف شده. پرتقال چی؟ پرتقال. پرتقال که حتما استعمال نفرمودین. چون ماشاءالله هزار ماشاءالله دولت سرای شما پر از درخت پرتقاله. شاخه‌هاش هم نصف خونه ما رو تاریک کرده. احتیاجی به چرکه نیست آقا، با هم کنار میایم. داخل چطور ممکنه؟ جناب عالی فقط ترکیبات یکی رو رشته خشکاره حساب بفرمایید، اونم با این گرونی ارزا. برنج دم سیاه لشنشایی کیلو 18,000. ماهی سفید آقا 8 تومن. فکر شما کنید برق داره از شلوار بنده میپره. نه خیر آقا، ما ماهی دورداری خوردیم که این حرفا بود. دو آخر زمان که میگن همینه دیگه، من شاخ و دم داره. تازه جناب عالی خیال میکنیم ما مثل این فوکولیا و گداگشنه ها روغن نباتی مصرف میکنیم. خیلی خوب باشه، حساب کنیم، همه اینا رو حساب کنیم. معذرت میخوام آقای فومنی، مثل اینکه اینجا سوء تفاهمی شده. منظور بنده این بود حالا که جناب عالی داریم ما رو شرمنده میفرمایین بی خود و بی جهت مشغول زنبه شما نشیم. اما جناب عالی مثل اینکه یه جور دیگه ای تعبیر فرمودین. نه خیر، واردم. شما فقط میخواستین حضرت عباسی معامله کنید. بله بله، مثلا خود جناب عالی با اینکه جوان معتدلی هستین تا سرمون چرخوندم دو تل این جوجه رو هوا کردین. اگه قرار حساب بشه اخری، اینام حسابه. خیلی خوب باشه. ساتومن کافیه؟ خب چه کنیم دیگه، ما رو شرمنده فرمودین. شما آدم سخاوتمندی هستین. چیزی که از این سخاوت گاهی مایه شرمساری آدم میشه. با این وجود بد نیست که آدم گاهی سخاوت داشته باشه. اتفاقا عبوی مرحوم جناب عالی هم یه همچین خاصیتی داشتن. بله بله آقا، یادم شب یلدای 1321 بود. خب 17 سال پیش میشه که ما جوان بودیم دیگه. یادم همون هفته احسانمون رو خطه کرده بودیم. بله، حالا کاری به این کارا ندارم. بله آقا، اون شب بنده و عبدی مرحومتون با همین جناب آقای حاجی‌زاده ستایی را افتاده بودیم طرف آسترا. آقا برف بین من، چه برفی؟ من به مناسبات گذشته شما با پدرم کاری ندارم. یعنی میفرمایید که جناب عالی با گذشته قهرین؟ گذشته گذشته آقا، حتی اگر این گذشته در روابط فعلی ما نقش موثری هم داشته باشه. اما اگر گذشته رو بذاریم کنار که دیگه چیزی باقی نمیمونه. آینده؟ آینده؟ این آینده کجا هست؟
معلوم نیست ولی میاد. بنده میگم به چیزی که معلوم نیست نباید دل بست. خب البته این برمیگرده به طبیعت افراد. برای بعضی ها آینده یه چیز مبهم و تنگ و تاریکیه مثل بگذاریم. امیدوارم که از ضیافت امروز خاطره خوشی داشته باشین. با اینکه عقاید جناب عالی بنده رو نگران کرده، این روز خجسته رو هرگز فراموش نمی‌کنم. بله، روز دلنگیزی. بله. می‌دونین آقای پیربازاری؟ نه خیر آقا، نمی‌دونم. یه فکری تو سرم می‌چرخه که خیلی مشتاقم با شما در میون بذارم. اول باید روشن بشه فکرتون دوره چه مسائلی می‌چرخه. ولی نه، سکوت می‌کنم. شما به سکوت عقیده دارین؟ مسلمه. درسته، حرف خودش رو انرژیه که آدم هدر میده. در نتیجه زودتر از موعد معین گرسنه‌ش میشه، اینطور نیست؟ شما آدم مرموزی هستین. لطفاً یه مؤدب هم بهش اضافه کنین، مرموز و مؤدب. ملاحظه میفرمین که تا اینجا دست از پا خطا نکردم. حقش بود، قبلا یه مطالعه‌ای درباره شما میکردم. متاسفانه بنده هنوز فسیل نشدم که قابل مطالعه باشم. مثل اینکه بدسری پیش گرفتین، یه ریز به بنده کنایه میزنین. از برکت همون ادب قربان، مجبورم میکنه به زبون خودتون با جناب علی صحبت کنم. من آدم تندی هستم، مواظب خودتون باشین. خدای نکرده اسای ادبی کردن؟ جناب علی باید کار واجبی داشته باشین که اهل بیت و بالا تنها گذاشتین و دویدین دنبال بنده. بله، از این مقدمات که بگذاریم چند کلمه عرض داشت. به شرطی که دور این خونه رو خط بکشین. اتفاقا عرایز بنده دور بر همین خونه میگرده. شما خودتونم میدونید. باز گره این شکم بند من کجا شد؟ خدمتی از دست من برمیاد؟ آقای چادرت کو؟ نگفتی اینجا نامحرم وجود داره؟ لچک سرم آقا. باشه، چادر حکمت دیگه ای داره. اه؟ نمیدونم رو چی شده، حواس من سر کون برهنه شدن. گم شو. شما خیلی از اعصابتون مایه میذارین آقای پیربازاری. خواهش میکنم در امور خصوصی دیگران دخالت نکنید. اعصاب بنده به خودم مربوطه. میبینم این تنها سرمایه‌ایه که بی مزایقه دارین خرجش میکنید. وقتی دو اشغال کله آدم رو محاصره کرده باشن. ای بی انصاف، این همه نبات؟ بهتر شدین؟ به شما مربوط نیست. من برای همین اومده بودم. ولی من به شما احتیاج ندارم. برعکس، میخواستم اخطاری هم به شما کرده باشم. اخطار؟ چند وقت پاتون طرف زندگی من دراز کردین و آسایش خیال از من گرفتین؟ خب، کم کم مثل اینکه داریم وارد اصل قضیه. شما خیلی وقت وارد قضیه این آقا. اول احسان منه که یه پسر بچه خام و بیدفاع بود، با تلقینات شومتون به روی من یاقی کردین، از خونه و زندگی در به درش کردین، تا اونجایی که منو دشمن خونی خودش بدونه، برام امریه صادر بکنه، برام بنویسه تو، منو که به زندگی دادم. اینا بس نبود که واسه دختر من انگاری گرفتین؟ خب، منظور پاتو بکش اقل اخدی یه تو. مزاحم نشدم که. نخیر، اتفاقا خیلی هم به موقع اومدی. چطور؟ طوری نشد بخونم، ما داشتیم یه مقدار اختلاط میکردیم. بله. بالا چه خبره؟ سر صداشون نمیاد. خوابیدن؟ نه، استراحت نکردم. افشان داره واسه ما فال حافظ میگیره. منم یه خورده برنج و تخمه کدو بود دادم، فقط جای شما خالیه. بنده که هنوز روسیایی دارم. بله، عذر آقای پیربازاری موجهی خانم. تشریف میبرید آنوش خان؟ میرم بالا بارونی میبردارم، البته عجله نیست ولی ساعت چهار یه جای بعدی دارم. بله بله. بالاخره بوی خودتو دادی؟ باید این کار رو بکنم. کدوم کار؟ چه کاری؟ قرار گلالی تا یه ساعت دیگه بیاد. خب میخوام کلید خونه رو بدم بهش. و خودت بزنی به چاک؟ آره، میخوام یه چند روزی برم هوا خوری.
کجا؟ چه میدونم؟ بالاخره یه خراب شده ای پیدا میشه. تو یه همچین موقعیتی میخوای ما رو بی باعث و بلند کنی؟ کردم. آره، گلالی جونت نمرده. آره، حسنش به اینه که آدم مطمئن و سر به تویه. تو داری جا خالی میکنی، پدر جان. تو چه میفهمی زن؟ تو هیچ وقت مثل من تو محلکه نبودی. تو با عرق جبین چیزی به چنگ نیوردی تا بدونی از دست دادنش چه مصیبتیه. من همه رنگ زدم، باد از هر طرف اومد باش رفتم. این دم و دستگاری که میبینی یادگار 40 سال جدال و دوندگی منه. که نمیخوای دو دستی تقدیم یه گدا گشته فکلی بکنی که کاسه برات بالا بکشه، ها؟ همینو میخواستی بگی؟ بیهجابی یادت میاد؟ که چه زود گذاشت برای یک کلاه یه جفت کفش گرجی خریده بودم. منم کم کم دیگه نیم تنم و جلیقه تنم میکردم. چون ما میرفتیم باغ سالار یه نهاری زیر درخت ها میخوردیم، بعد جنگ که شد سیبیل هیتلری گذاشتم و روی پرچم با گل اخرا به رنگ خون خوشگیره نام 17 شهر قفقاز رو نوشتم. نوشتم یا جنگ یا 17 شهر. چی بگم؟ داشتم به نمایندگی مردم رشت وارد مجلس می شدن که آلمان یه زمین خورد. منم سیمیلامو تراشیدم و پرچم های گل اخرایی رو هم برداشتم از خودم تونکه دوختم. بعدم تو بولشویکی ریختم خونه تو، یک کوزه پر از لیره های جورج و ترک و نیم پهلوی از پشت چاه نبش کرد. بگو ده بگو. تو با آخرش با همه این حرفات سر همه ما رو میخوری. انقدر کردی کردی پسرها رو از رش فراری دادی. حالا نوبت این یکی شد. آخه که چی؟ تا حالا 100 دفعه این قصه رو بیخو گوش من کنیم. مجبوری 1000 بارم شده بشنفی. 25 ساله داریم با هم سر میکنیم. من که 25 روز زندگی راحت با تو نکردم. بله معلومه، بفرما. این یه نمونشه، 3 ماه رنگ صابون به خودش ندیده. خوبه فجرت خودتو به حساب من نذار. از تیغ آفتاب من این زنی که پامیشی مثل دوتا سگی پازوخته تو این خونه میدویم و لحله میزنیم. معلومه، حتی لای سنگفرشار هم میشونیم. همه خونه مثل یازه. اون وقت از من واسه اون دوتا که صافت جلاغه. اصلا تو همیشه همینجور بیمزور بودی. لا 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 لا، آخه مگه من چی گفتم مادر جان؟ تو دل منو سوزوندی. خیلی خوب، حالا گریه نکن. میخوای بری سفر؟ اون وقت من که 25 سال تنتم نمیدونم کجا داری بی. خواستی کجا برم؟ هیچ کس منتظر من نیست. از این کی گفتی که بری؟ تو چه میفهمی زن؟ تو چه میدونی که گرده ایم چی داره میگذره؟ خودم میفهمم، تو داری لغت به وقت دخترت میزنی. کاش میدونستی به کجام رسیده. چادر تو بپا، عشقاتم پاک کن. اجازه هست؟ وقتی میاد تو نمیخوام زیاد بهش رو بدی. بفهمید. قبل از اینکه رفع زحمت کنم میخواستم یه چند دقیقه با آقا تنها باشم. اجازه میفرمایید خانم؟ منزل خودتون آقای فومنی. ببخشید. شب خیابون پهلوی مهالوده. از فلکه گونی بافی که ساعت بلدیه رو نگاه کنین، صفحه ساعت درست مثل یه تیغه نمره از پشت مه سوسو میزنه. چه فایده؟ دریا کولاکه، نرخ ماهی اومده پایین. پس واقعا امروز بد آوردین. ببخشید، شما کبریت خدمتتون است؟ نه خیر آقا. باشه. چیکار میکنی؟ روزنامه است. میخونین؟
گمونم سواد داشته باشین. ای اونقدر که میتونم همین الان واسه تو یه ورقه تسلیت پر کنم. خیال نمی کنین بعد از 60 سال وصیت واجب تر باشه؟ ببخشین جسارته، ولی تعجب میکنم یه سالیه که نامه های شما رو همایون میخونه. میشناسیدش که؟ همایون؟ پسر عزیزاده. تو از کجا میشناسیش؟ فقط خواجه حافظ این خونواده رو نمیشناسه. باید خونواده معتبری باشن، نظر شما چیه؟ یعنی شما دوتا با هم دیگه ساخت و پاخت کرده بودین؟ ساخت و پاخت که نمیشه گفت. پس اون تمام اسرار منو برای راپورت کرده. راپورت که چه عرض کنم؟ پس شما علیه دودمان من گاوبندی کرده بودین. مواظب دندونتون باشین، داره میفته. این اجنبی، این جاسوس، این نمک به حروم، آشی براش بپزم که. خیلی خوب، تو خونه من چی میخوای؟ متاسفم، گویا این اولین برخورد ما بود. نه خیر، آخرین برخورد ماست. من میرم. خیلی هم خوشحال میشم. نه نمیتونم اینجا بمونم. بوی رخوت و نمانا، بوی فساد و تعفن اینجا بوی لاش مرده میده. شاید هم یه موش فربه لا این جرزا مونده و داره تجزیه میشه. شما بوی حس میکنین؟ نه نمیتونین، چون همین حالا تو قیافه جنابالی دارم میخونم که دماغ شریفتون جاهای دیگه داره سیر میکنه. چه میدونم تو رو برای یه سکه یا رو پیشخون مغازه یا اون صندوق های اشبل رودهی که هفته گذشته رد کردین دهات. راستی آقای پیربازداری، شنیدم شما فعالیت های تازهی رو شروع کردین، یه چیزی مثل بازار سیاه. نخیر، تمام اسرار من راپورت شده، زندگی من غارت شد. گیل مردا دسته دسته دهات رو تخلیه میکنن و میان رشت. اینا این مردم نفرین شده تو این شهر خاموش کجا میرن؟ چیکار میکنن؟ این دیگه بسته به لیاقت خودشونه. بله، همه لیاقت شما رو ندارن آقای پیربازاری. لزومی هم نکرده داشته باشن. یکی ماهی میخوره، یکی هم اشبل و رودشو. رو این سفره برای همه جا هست. ولی شما با این منطق حق به جانب و این لحن فیلسوفانه دارین خیزران به تن عدالت میزنین. عدالت؟ بله، بندم دم از عدالت زدم. کی؟ کجا؟ وقتی تو مسجد آیستفی دستام و لای پاهم گذاشته بودم که از سرما یخ نزنم، کی دست منو گرفت؟ من آدم نبودم. عدالت اون موقع کجا بود؟ اونجا سر میدون چندک زده بود موقعی که من صندوقای ماهی رو از تو گالی خالی میکردم، کرتر میخندید و با ریش بازیش بازی میکرد. نه پسر جون، فقط لوده ها و بی سر و پاهان که با عدالت لاس میزنن، چون خیلی راحته که آدم تا خرخره بلنبونه بعدم یه گوشه بیفته و با قیافه ملکوتی دم از عدالت بزنه. نه، اینم موقع تازه‌ای نیست. تازه نیست، ولی اگر از اگر راست بزنه... میگی یه روز بیا دکون پاچهاتو بزن بالا تا بهت بگم عدالت یعنی چی. عدالت درسته، ممکنه این کار ازم بر نیاد، ولی این دلیل نمیشه که شاهد بی دغدغه این صحنه باشم. کسی که چشم دیدنش نداره آقا جون میزنه به چاک، چون اگه خودش این کارو نکنه با پس گردنی میندازنش بیرون. مثل اینکه شما خیلی احساس خطر میکنین. شاید برای اینه که دستم خالیه. این فقط یه دلیلشه. پس دلایل دیگه هم وجود داره. ما مذاکرات خودمونو کردیم آقا. ولی نه درباره دختر شما. بفرمایید آقا، بفرمایید، قرارتون دیر میشه. من قبل از اینکه از اینجا برم باید یه چند کلمه‌ای در خصوص دخترتون باهاتون صحبت کنم. خیلی خوب. فرض کنیم به خاطر شادی روح پدرت که یکی از دوستای درجه دو بنده بود این افتخار رو بهت دادم. تو با این دست خالی و زبون دراز چطوری میخوای مراعات اصول اجتماعی منو بکنی ها؟ دخترتون از شما میخرم. ها؟ باور نمیکنین؟ ولی باور کنین، من افشانو از شما میخرم. حالا چیزی نشده که اسم دختر رو جلو من میاری؟ حتی اگه موافق باشین ازتون پول نزول میکنم، فکرشو بکنین. با پول شما ولی به حساب من خوب میشه لفت و لعابش داد. بله، مراسم باید آبرومندانه اجرا بشه. هنابندون، شیرنی خورون، عقد کنون، حداقل سه شب باید پلو بدیم. اینا رو سرجم حساب کردین؟ همه اینا رو هم به خاطر آبروی 40 ساله شما مراعات میکنم. خیلی خوب، ولی پشتوانه مهر دخترم چی میشه؟ پشتوانه مهر در حساب ما جهاز قربان. خودتو به خنگی نزن اخوی، منظور بنده خونه است، باغ، ملک، جواهر، اساس و عیونیه. منظره ایما چقدر کریم و نفرت انگیزه. بچه خیال کردی؟ یه بارگی بیا دختر بنده رو بدوز. من روح دخترتو با همه وجودم تسخیر کردم. یه جسدی بی روح برای تو چه ارزشی داره؟ جسد؟ گفتی جسد؟
من بچه هامو مثل سگ به دندون کشیدم تا وقتی بزرگ شده مایه افتخار من بشن. حالا اینم جنابالی پیدا شدی مثل دلال استمک دارین تو سر مال من میزنی. پیش از اینکه بنده این کارو بکنم شما اونا رو زیر پا لگد کوب کردین. شما دیگه افتخاری ندارین آقای پیربازاری. مطمئن باشین اونا بعد از شما حتی لعنت هم نثارتون نمی کنن. نه خیر. چون مهر، عاطفه، همدلی و همه چیزای خوب دنیا رو با لاشه های ماهی تو خما چال کردین. این دیگه خیلی دریدگی میخواد. نگاه کنین پشت اون کوهای بلند یه مرد ایستاده، یه حیوان زخمی که شما اصرار دارین پسر بچه خطابش کنین. اون با بی‌پناهی خودش رو از این لحظه به اون لحظه پرتاب میکنه، در حالی که شما که پدرش هستین درا رو کیپ به روی خودتون بستین و چون زندگی براتون دکونه چرتکه برداشتین لا به لای خما پرسه میزنین و دارین حساب میکنین که چطوری میشه قلب گندیده حاجی زاده رو به دست آورد. اینا دیگه غلطای زیادیه. اصل اینه که من دخترمو بهت نمیدم، برای همینه که داری میسوزی و بهم نیش میزنی. گفتین پشتوانه، ولی نگفتین پشتوانه حضور شما در این دنیا چیه. چی شد؟ شاید یه مجرای فاضلاب که از دهن شروع میشه. نفهمیدم. مایه تعجبه، شما که آدم نفهمی نبودین. من به فارسی سلیس خواستم گوشی رو دستتون داده باشم اما نشد. چطور بگم؟ این دیگه خیلی دریدگی میخواد. روز روشن واسطه داره به حیثیت من تجاوز میکنه. پس بذارین در همین روز روشن این بشارتم به جناب علی بدم. من بعد این خونه روی آرامش رو به خودش نمیبینه. من خونواده ای تو رو منقرض میکنم. اومد از در غیب رسید. آی پسر گل علی، کجایی پسر؟ بیا منو نجات بده. ای خدا جونه مردم. طوری شد هرما؟ شدم. خدا کسی این باره تو نکن هرما. آقا اینجا اتفاقی افتاده؟ بله یه اتفاق کوچیک. تو اسمه نمیذاری اتفاق کوچیک؟ هر حال برای من که روز خوشی بود. روز شما هم بخیر. مردی که بی وجدان اومده بود منو به قناره بکشه. من دیگه رخت خوابی شدم. بی وجدان میاد نمک آدمو میخوره اون وقت؟ امروز روز که خوبی به کسی نیومده که. من این بی صفت کدبسته تحویل آگاهیش میدم. میدم دهنشو با سر پر کنن، میدم درسته بذارن جلو توپ. ارباب خدای نخواسته اینجا سرقت شده؟ مردی که بی همه چیز. گلالی. بله هرو. میخوام برای یه دفعه هم شده تو عمر جوهرتو نشون بدی. ما سر سپرده ای هرو. یه چند وقتی باز شبا بیای خونه. یعنی بیام اینجا؟ آره. گاهی وقتا مثلا بعد از ظهر که بازار کساده باز یه سر و گوشی آب بدی. سر و گوش آب بدم؟ از خانم گرفته تا گلی، حتی وزوز پشهارم باید زیر نظر داشته باشه. آها زیر نظر داشته باشم. بله. این مردی که جرنبا رو دیدی؟ مگه آقای فومنی نبودن؟ مواظبش باش. پس ارباب سلامتی خیال مسافرت داریم. بله. بله میخوام بزنم به کوه. میخوام دوتا گوشمو بگیرم و در برم. آخه ارباب من نباید بدونم. من که همیشه محرمتون بودم. دیگه آسایش برام نمونده گلالی. همه به این دروغ میگن، همه به این نارو میزنن. زنم، دخترم، پسرم، جوجه هایی که با دست خودم پرورش دادم. کلن دیگه تو این دنیای دون چه چیز با حرمتی باقی بوده؟ ارباب شما دارین گریه میکنین؟ من فقط تو را دارم گلابی، فقط تو این چیز بونه منو میفهمی. ما نمک پرورده این ارباب. تو جوهر داری، تو آدمی، تو بوی ماهی میدی. ما خاک پای شماییم ارباب. گلالی. بله. همی الان میری دکون 20 ماهی به اضافه 80 تا اشوله رود صندوق میزنی تا فردا صبح ترتیبشو بدن. ولی ارباب این شب شنبه ایه، من میخواستم یه سینما برم. میدونی دارن یه فیلم هندی میرم. تابلو دکونم میاری پایین. تابلو؟ نه خیر، همشو واسه یه همه واسه ایجی کنم. تابلو واسه چی ازگل؟ خب ارباب تابلو واسه دکونه. یعنی توی ده بالی یه درخت نمیشه آویزونش کرد؟
ولی شما که میخواستید بزنید به کوه. عجب ازگلیه. بالاخره خرج این سفر باید یه جوری در بیاد یا نه؟ اما این پشت قضیه است. برای اینکه شر این لامذهب واریوخسگو از سر خودم واز کنم باید یه صورت ظاهری هم بهش بدن. از اون گذشته اگه دوتا اشبلان فرده علا واسه کت خدای پس فدرس سوقات نبرم که تو درده منو به کونه سگ میزنه، حالا حسابشو برس. سفالای خونه تعمیر میخواد، اشراف تالار مورد تجاوزه. ایناست داداش، روشن شد؟ بله هر بله. آفرین واسه تو آینده درخشانی تو سماکی پیش بینی بکنم. خبرشو نبره ها، از حرفایی که با هم زدیم، از مسافرت من پیر بازار تا صندوقای اشبال روده و ماهی، همه رو همینجا تو زمین چال میکنیم. باشه؟ اطاعت ارباب، حتما. آفرین. خیر خب برا. چشم ارباب. سیگارم که تموم شد میره. هوا بازم ابری. سردم شد. غروب چه حشمتی داره، آدم دلش هوای مردن میکنه. اون میشه هنوز رنگ آسمون پیدا هست. یه تیکه اب شکل اژدها شده، داره میاد جلو. ماهو خورد. چند وقت همایون پیداش نیست؟ آره، بعد از ختم پدرش یه دفعه غیبش زد. به چی فکر میکنی؟ نمیدونم. به خودم، به تو، به پدرم. کاش اونم به جای این ادعای مسخره یه ذره به فکر تو. هنوش خواهش میکنم درست حرف بزن. اون اصلا فکر تو رو نکرد. ممکنه رفتار پدرم یه کمی عجیب یا حتی زننده و خشن بوده باشه، ولی مطمئنم رو بددلی نبود. تقریبا دو هفته از گرفته. خب تو این دو هفته چی عوض شد؟ گلالی هر شب میاد تو اتاق پایین تخت میفته و خورناس میکشه. مامانم هر صبح بدون اوت تو اتاق میسوزونه. حاجی زاده هم که خب. آره اونم از این بازی خارج شد. با وجود این پدرت برمیگرده هیچ اتفاقی هم نمیفته. اما باز میشینیم حرف میزنیم و پدرتم برای خودش چوت کشون بسن. تو میگی چی کار باید بکنم؟ نمیدونم، شاید یکمی شهامت مشکل مرا حل. شهامت؟ هر حال از این وضعی که چه تاریکه. مگه از تاریکی خوشتون میاد؟ بفرمایین آقا. سلام آقای حاجی زاده. سرزده اومدم. نه سلام، اتفاقا من داشتم میرفتم. افسوس که در منزل شما باز بود خانم، وگرنه در میزدم. نه رو نمیزنه، خود خودشه. بله، یک حیوان عجیب الخلقه از سیاره مریخ. خوشحالم که شما رو شاد و سر حال میبینم. اول بگین ببینم تو این خونه تامین جانی دارم؟ منظورم اینه که پدرتون برگشته؟ هنوز که نه. آخه میدونید بعد از کشف اون توطئه پلید، یعنی رو شدن حقه، دیگه جرئت نمیکنم پا تو این خونه بذارم. خب از این حرفا بگذریم. تو کجا بودی یه دفعه ناپدید شدی؟ کجا بودم؟ مثل اینکه رفته بودم منجیل. منجیل برای چی؟ پناهنده شده بودم خانم، بالاخره از سهولت پدر شما باید یه سوراخی پیدا میکردم. پس حتما جای ما رو خالی کردی. بدبختانه اونقدر به این بد گذشت که به فکر احدی نیفتادم. بابت پدرتون من جدا متاسف شدم، انشالله که غم آخرتون بشه. شما خیلی شیش در شار صحبت میکنی خانم. همین یه تیکه سیاه برای من 20 تومن آب خورده. چطوره بهم میاد؟ خیلی. با چه حرفایی میزنین آقا، زبونتون رو گاز بگیرین. هنوز چله پدرتون تموم نشدی. راجع به اون مرحوم خیالتون راحت باشه گل خانم.
الان کنار حوض کوثر وسط هور و غلمان نشسته، داره قلیون میکشه و سر یه قرفه دونبش با خودش شونه میزنه. اون الان روزش بهتر از منه توه. والا آدم دم به دم شما نده خیلی بهتره. شما دارین کفر میگین. شما هرچی میخواین بگین، ولی من جدا دلم سوخت. عجیبه، من فکر میکردم شما یکی داریم با دومیتون گردو میشکنیم. درسته این اواخر پدر شما حالا تو هم قصه یه گره ای هست و تو هر گره یه گشایشی. بدون این دوتا قصه جور در نمیاد. هنوش پومنی، من به قصه تو اعتقادی ندارم. میدونی برای من قضیه دو دوتا چارتاست. وقتی آدم لغوه بگیر و نتونه بار اونمه تشخص قلابی رو به دوش بکشه چیکار میکنه؟ قاعدتا بود برای ما نامه داشته باشی. بله، مامان تشریف دارن. لطف کنیم، من برشون میخونم. از اونجایی که پستچی امینی هستم میل دارم نامه به دست خود ایشون برسه، چون فعلا نایب مناب آقای پیروازری هستن. مال احسانه. پیروازری هم حالا دیگه باید آدرسش عوض کنه. باغ عدن زیر درخت توپ ها قرفه دو نبش. اون به خاطر حفظ ظاهرم شده خودش از تکوتا نمیندازه. احسان هم بابت جیره ماهانش در حال مجبور رعایت پدرش بکنه و به هر سازی که اون میزنه برخصه. من این تو هنوز پس چی حلقه به گوشه میخونم. نه من از این لحظه دیگه تعهدی ندارم دوست عزیز، نه به این پیرمرد گول ابله، نه به اداره، نه به این شهر که یه وقتی زادگاه من بود. سردر نمیارم، موضوع چیه؟ یعنی استعفا دادی؟ آره، همین امروز استعفای خودم رو رد کردم. بالاخره جفته که تو انداختی. الان مثل شطوری که پالونش برداشته باشن احساس یه سباکی، یه نشه عجیبی میکنم. ولی بی نقشی که نمیشه، باید یه برنامه‌ای داشته باشی. فعلا که دارم خمیازه میکشم، دارم جست و خیز میکنم. خب بعد کافیه چمدونمو ببندم. میخوای بری؟ آره، میخوام دنیا رو بگردم. این پول کلون میخواد. میدونم به کجا زدی، ولی نه، من اهل مرده خوری نیستم. من خیلی پیشتر از اینکه اون بابا ریغ رحمت رو سر بکشه سنگام باش با کنده بودم. راستش اینه که اون خیلی پیشتر از اینا برام مرده بود. مرده دیگه هم نقدم باشه برای برادرم تا ما یه چرخی دور دنیا بزنیم. پس حالا با دست خالی چی کار میکنی؟ بران میرم هرزویر. برای نقشه برداری؟ تو از کجا میدونی؟ تو جدن برای من یه علامت سوالی. خوبیش بینه بعد از اینکه از دانشگاه در رفتم یه لاتبازی دیگه هم در آوردم، رفتم یه دوره نقشه برداری دیدم. من نمیتونستم تو این شهر دوون بیارم، داشتم زنگ میزدم. میدونم که اینطوری بدتر شد، ولی چه اهمیتی داره؟ مهم اون جاذبه است، اون اشتیاق لعنتیه که منو به دنیای پرشتاب این حیوان جلب میکنه. تو هرزویل دیدی؟ باید همون دوربر منجیل باشه. محشره، یه شهرک لوکسیه که مهندسای پیمانکار فرانسوی تو دامنه کوه منجیل بنا کردن، با کاباره، رستوران، گل و گیاه. درست مثل اینکه یه گوشه از پاریس گاز زدن انداختن اونجا. خب البته تو بنیه تنهایی رو داری. گرچه از این فرانسویای زبل خوشم میاد، ولی تو ارزویر زیاد نمیمونم. فقط باید یه پول و پله جور کنم. از اون گذشته ساختمون سد منجیلم یه روزی تمام میشه. این سد مثل یه اژدها روی سفید رود دراز میکشه و از شکمش آب فواره میزنه. تمام اراضی زیر کشت این ولایت رو سیراب میکنه، به سر تا سر گیلان برق میرسونه. فرض کنیم ساختمون سد منجیل هم تموم شد. خب اون وقت یا آبر چمدون به دست در نظر بگیر که یقه بارونی رو بالا زده، لبه کلاش تا رو ابروهاش پایین کشیده و از منجیل سرازیره. بدرود بدرود ای سرزمین سبز بتالت، ما هم فلنگو بسیم. از این قرار تو سنگت رو با خودت هم واکندی. آره، من با یه چمدون و یه کوله بار از ایرون میرم و با همون اشتیاق وحشیانه خودم پرتاب میکنم. دست پشه‌ای که با غریزه جذب نور میشه. شهرهای بزرگ، مراکز صنعتی، باغای گل، میدونای عتیقه، مجسمه ها، کوچه ها، سرود ها، میناره ها، تمام این مظاهر مفلوک بشری رو با سماجت و انضباط از زیر پام در میکنم. وقتی به این کعبه مقصودم رسیدم، وقتی همه جا و همه چیز مثل کف دستم خالی و غم‌انگیز بود، جایی که جز ماشین و نوشابه های قوی نشونی از زندگی نیست، یه پیرمرد هزار ساله، یه زخم، یکی از هزاران تلفات این عصر طلایی
اونجا ته این کره خاکی تو اون دهلیز روی هفتمین عصای خودش قوز میکنه و با صدای مرتعش فریاد میزنه: بی غیرت، تو هنوز هستی؟ باز یه بیماری نامعلوم داری چیده. من حتی نمیتونم گریه کنم. چرا تو اون دهلیز، حالا که صدای رسایی هم داری؟ خدا محاکمه کنم؟ نه، برای محاکمه دلیل لازمه. چه دلیلی بالاتر از اینکه؟ چه دلیلی بالاتر از اینکه تنگی نفس گرفتم؟ با وجود این من تا آخر دنیا میرم. من باید خودمو تموم کنم، جوهرمو تو اون کوله بار بریزم. باید دلیل داشته باشم. برای اینم بیماری تو رو شفا نمیده. با اینکه یه هنوز چیزایی هست که بهشون فکر کنم. برای تو دیگه چی مونده که بهش فکر کنم؟ اون صد، اون اجدایی که منم در خلقتش شریکم. سرنوشت اون صد برای تو چه اهمیتی داره؟ اینا ظاهراً نباید برای تو جاذبه‌ای داشته باشن. درسته، من اونقدر هم شیفته فردا نیستم. میدونم. نمیدونی؟ تو گرفتار شدی برادر. تو اسیر یه عشق مزمنی. و این عشق، این اخلاقیات جامعه متوسط مثل صفرا سر دلت مونده. مزاج تو به هم زده. خیال میکنی رسیدم؟ خب میرسی، منزل عافیت نزدیکه. خونه، ماشین، تلفن، یک عدد بانوی مهربان و دو رأس دختر توپل مپل. این همون نقشه نیست که داری تو کلت طراحی میکنی؟ اینجوریه که آدم گرفتار شکسته و اوضاع خودش رو ترمیم میکنه و با ترس لرز و غارت به فرداش میچسبه. اون فردای خودش رو با یه لیوان آب میوه خنک از توی یخچال در میاره، به خودش میگه رسیدیم برادر. ما هم مدل عینکمون عوض کردیم و به حسرت دلمون رسیدیم. ملالی نیست، خوشنودیم. بعد یه نگاهی به افق میکنه، یه آروغ ملیح میزنه، سرمست ادامه میده که به چه عمر دلانگیزی. فردا یه گوسفند میکشیم، پس فردا عصاره دنبلان تزریق میکنیم، بلکه سومی پسر بود و جنس اون جور شد. و بعد فریاد میزنه خدایا کیمیای سعادت تو چنگولمون که نه، مثل شیاف تو ماتحتمونه. و دلمون از این همه شادی غنج میزنه. بالاخره چی؟ تازه شکل و شمایل یکی از میلیون آدم رو پیدا کرده که گشاد گشاد را میرن و لابلای زبالا واسه خودشون کرم میذارن. تو اینا رو به کی داری میگی؟ نمیدونم. این یکی دو شبه رو تو خیرت و پرتامو جمع کنم، باید مهمون خونه بخوابم. فکر میکنم منزل ما برای تو مهمون خونه راحتی باشه. تو همیشه منو شرمنده کردی. نه، من هیچ غلطی نکردم. چرا؟ همیشه تو خنسی به دادم رسیدی. برای اگه میدونستی من برای این همه خوبی هایی تو هیچ حسی ندارم. جدی؟ مهم نیست؟ میدونی بیوی که امروز در وجود من مهم نیست. چرا وقتی بیام خونت مجبورم تو چشمات نگاه کنم؟ و این همون لحظه کثیفیه که دست و پای آدمو سوس میکنه. متشکرم، من نمیخوام با لات بازی این لحظه آخر رو کنف کرده باشم. فقط اگه یه صد تومن داری علال حساب بهم بده، وقتی وارد هرزویر شدم برات پست میکنم. فعلا که ندارم، ولی تهیه میکنم همین باشم. داری میری؟ موزم زهر و لطش. نمیدونم چطور بگم. وقتی که به نظرم میاد باید همه چیز رو فراموش کنم، هنوز چند تا تیکه شعر دارم که به این زودی از روی من کنده نمیشه. چه روزایی دیدی؟ اون بعد از راه دم کرده که با بچه های گذر فرخ دست جمعی آباسی ها میرفتیم و مای اسمیله میگرفتیم. در روز ساحل قاضی هم بلال میخوردیم و آوازه کوچی باقی میخوندیم. یادته؟ پادگان سلطنت آباد یادته؟ غروب که میشد دم پنجره های آهنی میشستیم و با قربت میدون مشق و تماشا میکردیم. همین که یه نفر با لباس شخصی میدیدیم داد میزدیم آدم آدم.
یادته؟ و این تیکای شعر بود که ما رو به هم نزدیک میکرد. شاید شاید هم این منم که وجدان زندگی رو از دست دادم، نمیدونم. دستتو بیار. چرا؟ چرا ما هیچ وقت خوبی نرسیم؟ ما ضایع شدیم رفیق، غرق بودم یه جور. این یعنی چی؟ قرار از نقشیست. نه، من با همون دوستی که شعرم میتونم جایی تو رو خالی کنم. بعدشم نه از اسارت خوشم میاد، نه از این کنایه های رنگ رو رفته. اما راجب اون ساتومان امشب تو کافه این فیلم منتظره. پیداش میشه. پس بنده خوش قدم بودم خانم. سلام عرض میکنم. سلام. نمیتونم نمیتونم باور کنم. خدایا بعد از 3 سال یعنی دارم خواب میبینم. چه شبایی که به یادش صبح کردم و با خودم گفتم حالا داره چیکار میکنه. آخ چشمم به این راه سفید شد. خب بالاخره غم شما هم به سر رسید. این دفعه که بیاد دیگه نمیذارم از پیشم بره. ولی شما نمیتونین، یعنی نباید جلوی پسرتون رو بگیرین. نمیتونم. احسان میاد که خودشو برای سفر بزرگتر آماده کنه. سفر بزرگتر؟ یعنی؟ همون ماجرای آلمان دیگه مامان. ولی شما از کجا میدونی؟ من تا اونجاشو میدونم که احسان منتظر پذیرش بود. پس قضیه داره جدی میشه؟ اون واقعا میخواد از پیش ما بره؟ چه فرقی میکنه خانم؟ جدایی جداییه، چه توی همین حالا، چه زیر یه سقف، چه تهران، چه آلمان. شما نباید آینده پسرتون رو خراب کنید. پس من چی کار کنم؟ شما فقط باید جلوی احساساتتون رو بگیرید. همین. مگه من چند تا پسر دارم؟ تا اون بره و بیاد رو قبر من علف سبز شده که. خدایا چقدر چشم انتظارش بود. یعنی به این سادگی از چنگم بره؟ خب مثل اینکه همه جا صحبت از رفتنه، پس با اجازتون بنده پیش قدم میشم. چرا به این زودی همایون خان؟ کلی چای دم کرد. خیلی متشکرم. هوا خرابه، باید خودمون زودتر به یه سرپناهی برسونم. الان ساعت 8:30 یادت نره. راستی بس که ول شدم یادم رفت بهتون سرسلامتی بگم. از لطف شما سپاسگزارم خانم. ان‌شاءالله که بقای عمر شما باشه. خیلی متشکرم. من میرم. لطفتون زیاد. اینطوری که بده. بذارید با هم بریم بالا چای بدم خدمتتون. ساکتی؟ همایونم رفتنی شد. کجا؟ هرزویل. هرزویل؟ چرا اونجا؟ مگه چی شده؟ خلاصه ما دیگه اونو نمیبینیم. حرفای نازهوری میشنوم. همین الله حسابمونو با هم تصفیه کردیم. تو یه جوری حرف میزنی مثل اینکه اینجا اتفاقی افتاده. اومد نشست، استفراغ کرد و رفت چمیدونشو ببنده. خب اون یکم بی‌ملاحظه است، درسته، اصلا رعایت نمی‌کنه. حتی حاضر نشد این یکی دو شبه رو بیاد خونه من. نمی‌فهمم موضوع چیه انوش. که مثلا آخرین لحظه‌های خودشو کنف نکرده باشه. مهم نیست، فکرشم نکن. بعد از 15 سال با روحیه که اون داشت من اصلا تعجب میکنم شما دوتا چجوری میتونستیم با هم کنار بیه. نمیدونم. یه دفعه مثل اینکه یه حباب رنگی تو شقیقه من ترکید. مهم نیست، فکرشم نکن. 15 سال ما حداقل 3-4 تا 15 سال دیگه وقت داریم. تو هیچ وقت احساس بیپناهی کردی؟ وقتی پلوی تو هستم بیپناهی معنی نداره. چه فایده؟ من باید زندگی میکنم، برات پناهگاه میشه. تو میدونی خلا یعنی چی؟ میدونی خفقان چجوری میاد؟ پس تو در کنار من احساس خفقان میکنی؟ نه، تو خیلی قشنگی. این پیشونی مهتابی، این چشمایی بیگناه. من به خاطر تو خیلی مصیبت کشیدم. به خاطر تو به پدرم بی‌حرمتی کردم. اون وقت تو صحبت از خفقان میکنی؟ نه، احمقانه است. همه اینا احمقانه است. میدونم چرا اینو گفتی.
تو به عشق من ایمان نداری. برای چی داشته باشم؟ عشقم مثل دوستی و هدف و گلزنکای دیگه. دروغ شیرین یکی رنده برای سرگرمی خودشون اختراع کردن. ولی این دروغ شیرین رو دفعه اول تو گفتی. اونم مثل اونای دیگه یه گلزنک بود، یه حباب رنگی. چه ابلهی بودم که باور کردم. تو از گذشته من چی میدونی؟ اگه نمیدونم این تو هستی که اونو از من مخفی میکنی. آره منم در گذشته خیلی چیزا رو باور داشتم. عشق، دوستی، حماسه، چه میدونم، شعر، کبوترها، آسمون. حالا چی؟ حالا دیگه نه، حالا دیگه به هیچ چی ایمان ندارم، حتی به یه قلب سنگ. میترسم اگه یه خورده بهش نگاه بکنم از دستم بپره و سرمون بشکنه، یا حتی این پیچک که اگه بهش دست بزنم مثل مار دور گردنم میپیچه. ولی عشق من یه ساقی خشکیده یا یه قلب سنگ نیست دنوش. عشق من آب زلالیه که میتونه روح تو رو سیراب کنه. تو داری در حق من بی‌انصافی میکنی. من نباید تقاص شکستای تو رو پس بدم. بیا با هم از این شهر بریم. منظورت اینه که فرار کنی؟ این همون کاریه که باید بکنی. ولی چرا فرار؟ درسته، این شهامتی میخواد که با حسابگری جور در نمیاد. وقتی راه باز و عاقلانه پیش پای ما هست چرا از سنگلاخ بری؟ کدوم راه؟ میتونیم صبر کنیم تا پدرم برگرد. که یه دور دیگه نقش اون خواستگار چلمن و آسفاس بازی کنم؟ نمیدونم تو چت شده. دیگه خسته شدم، دیگه عقم میشینه از این بازی موش و گربه، از این هوای ابری، از این مردم دل مرده. تو شهر جا سیاهی چترا و شرشر ناودونا منظره ای نیست. دیگه هیچی وجود نداره، حتی یه روزنه. یعنی به این مفتی، به این مفتی خود تو باختی. گفتنش آسونه، مثل کشیدن یه سیگاره. اما خود ماجرا، اینجا در وجود من یه دنیای بزرگ منفجر شده. خیال میکنی با دهنگجی به پدرم این دنیا آباد میشه؟ ببین، تو باید بین من و پدرت یکی از ما دوتا رو انتخاب کنی. ولی خیلی ساده است انوش جان، من میتونم هم زن تو باشم هم دختر پدرم. نه، تو فقط میتونی یکی از ما دوتا رو انتخاب کنی. چه انتخابی عزیزم؟ اصلا چرا اینجوری؟ ببین، بین من و پدرت یه گودال هست. خدای نگاه کن، سوال سکت باش. میخواد بارون بیاد. بارون خیلی خوبه، انگار چرک روح آدم رو میشوره. دست بده من. چه گرمه؟ گریه میکنی؟ نه، یه چیک بارون بود. بیا اینجا، بیا. حالا چطوره؟ خوبه، جای مطمئنی، این همه مردم شاد و بیخبر. چرا ما یکی از اونم است؟ تو انتقالی تو بگیر، منم یاد داشت برای مادرم میذاره. از اینجا میریم، میریم یه جایی که افتاد باشه. شاید هم بریم شیراز. عجب هواییه. تو اینجا چی کار میکنی؟ ببینید که خانم، گوشت و سبزی و دو سه تا هم پولی شوره. حالا حتما باید پاورچین پاورچین بیای. اختیار دارید خانم، من سرفه کردم. ماشاءالله شما اینقدر مشغول کار خودتون بودید که خیلی خوب، حالا که همه چی رو دیدی دیگه معطل چی هستی؟ چش خانم، الان دک میشین. فقط اجازه بدید که این کبیتم که اصلا نمی گرفت که آتیش کنید. بیا یه دونه برداشت. متشکرم آقا، من اهل باج نیستم، فقط اگر توتون منو کسی روشن کنه خیلی. ابا گلالی، تو که با سر کلت پیدا شد. گلی خانوم، رزق فرداتون آوردم. اگه به آقا چغالیتون نکردم، اگه نگفتم سر شب دکونو میبندی میای. باشه باشه، ما هم خیلی نقلا داریم که برای ارباب بکیم. خیلی خب، بذار باشه. اتحاد خانوم، شما ناراحت نباشید، ما داریم وظیفه‌مون انجام میدیم. بله
خب خب فرمودید امروز چندمه؟ 25 مهر زیر آناچیق. بله اگه یه دفعه دیگه سر کلت این برای پیداشون قلم پاتو خورد میکنم. وفا شکسته شما این گلی خانوم ما رو نزنید. بعد گوجه جاسو از وقت که پدرم رفته مثل یه روح تو این خونه سرگردونه. شما هم که ماشالله از این آلاچیق دست بر نمیدارین تو این سرما. الان باید برف اومده باشه. خانوم میگن انوش خانو برداریم بیاییم بالا. داره دیرم میشه. این وقت شب کیه؟ شاید هم این پسر هست برگشت. نه اون کلید داره. انگار چمدون دستش. احسانه بیا بیا زر غفل گیرش کن. یا امروزم حالا من این خبر چجوری به خانم برسونم که هول نکنه. بیا این چمدون رو بگیر دستم افتاد. بینش من آقا ببخشید یادم رفت. پس بقیه کجا هم؟ همین جا بودن الان نمیدونم کجا رفتن. مادر کجاست؟ سر نمازن آقا الان میاد صداشون میکنه. بازم این هوای ابری، بازم این سنگ فرش و سفالا، اینجا چه داغون شده؟ پنجره بسته است؟ بله بسته و خاموش. کلافه چال گونه‌هاش بود. آره بابا سلوی بود برای خودش. به به این شده یه تابلو. چطوری تو؟ چطوری اول مرد؟ هنوزم به یاد ما تو کافه نوشین قهوه میخوری؟ قهوه که میخورم هیچ، به یاد تو یه فیل و یه رخم به این خانم قشنگ آواز میگه. ولی مواظب خودت باش، من این دفعه با یه حرکت ناپلئونی برگشتم. حرکت ناپلئونی دیگه چه سیغه ای آقای محترم؟ اسم شب خواهر عزیز. خوب خواهرکم، خواهر خوب و خوشگل و حساسم، خواهر خوب و خوشگل و حساسم. حالا با تو چیکار کنم که خدا رو خوش بیاد؟ اینم مال تو. ببینم بعض بهتون خراب نکرده باشم. اتفاقا حالا دیگه جمعمون جور شد. انتظارش نداشتین ها؟ برایش جفت دستکش دو رنگه بافتم، پشت شکلاتی خوشت میاد. نامت همین حالا رسید. چقدر خوشحالم. آره این همونی که 3 سال پیش پشت روش کردم. خیلی بهت سخت گذشت. من که میکنم این 3 سال بهش ساخته. اون وقتا یادت دهنه چقدر گشاد بود. دست نایم. خب دیگه گاهی عقده ها آماس میکنه میزنه به تن آدم. بعض وقتا مال آبجوس. خلاصه امسال ماه مبارک باید روزه طبی بگیرم. فکر نمی کنم تو تا ماه رمضان اینجا باشی. آره فعلا که پذیرشم اومده. ولی تو هیچی بر ما ننوشت. چرا یه چیزایی واسه این جسد نوشته بودم. خودت که میدونی آقا جون چیزی به ما نمیگو. نمیگو؟ حقیقت شو بخوای دوست عزیز اوضاع جوی یکم تیره اتاره. البته من خودم فعل انفعالات مزاجی اونو پیشبینی میکردم. حتی با اون آدرس احمقانش سعی کردم رعایت حالشو بکنم ولی بگذاریم. بریم از من پذیرایی نمی کنی؟ مادر کجاست؟ اگه ببینیم تو را چی کشیدم؟ جاده بد، ماشین لکنته، قضا مونده.
ای سوسک سیاه لعنتی، گوش خوابونده بودی هان؟ بیا افشان این مال توه. تو هنوز سودگی بر نداشتی. یالا یالا در رو والا زیر پام له شدی. قطر این روزا رو بدونی جنمون همیشه جور نیست. میخوای بگی دیگه بر نمیگردی؟ چرا شایدم برگشتم، بستگی به این داره که تیک زمین پیدا کنم واسه خودم بیل بزنم. اصل قضیه اینه که پدرم مالکه، منم دارم میرم دنبال کشاورزی. تا اینجاش که بحثی نیست، فقط میمونه اوضاع جوی قضیه با چجوری پیش بیاد. تو مثل اینکه با سر پرچوری اومدی رشت. این فعلا قدم اوله. مامانه داره میدوه. بیا کمک کنم بذارمش رو نیمکت. ای وای حالا چی کار کنی؟ برو یکی ناب برده بیار. نگار هنوز چشمای قشنگ اینجا ها پیدا میشه. چقدر شکسته شده. نگاه کن دیگه چیزی براش نمونده. ولی من سر در نمیرم. یعنی چی؟ یعنی محبت. یعنی اینجا هنوز خبرایی هست، هر جا که میری یادت باشه احسان. ایسا این توی؟ آره مادر منم، من برگشتم. رفتی پشت سرتم نگاه نکردی مادر؟ من که مرتب برای شما نامه میدادم. نگفتی تو دار و دنیا یه دونه مادر داری که به پای شما دوتا پیش شده؟ من خیال میکردم شما از دیدن من خوشحال میشین. بی جلو بی پیش خود. چه شبایی که سر تو رو سینم میذاشتم و برات قصه نارنج ترنج میگفتم. چه شبایی. گری نکن مادر، گری نکن. گری نمیکنم، خوشحالم. از خوشحالی دلم خود کتکت بزنم. بزن. بریم بالا، بریم بالا. خب بریم. امروز میخوام یکی از بهترین مرغای خودم رو واسط بکشم. گلی همون گردن لختیه رو. بله حالا دیگه حسابی پروار شده. خب واسه خودت میگشتی ها؟ آره. حالا پاشو پاشو یه خورده را برو، میخوام قد و بالات رو تماشا کنم. آخه این درخ یادت میاد مادر؟ واسه یه دونه گلابی کفشام در میادم مثل مارمولک میرفتم نوکش. اون وقت شاخه زیر پام تاپ میخورد، شما از ترس جیغ میزدید. شما حالا دیگه ماشاءالله مردی شدین آقا. خب تعریف کن، تعریف کن ببینم. واسه خودت میگشتی ها؟ آره نفس میکشیدم. فخونده چی کار میکنه؟ زنموت تو خونه با بچه ها فارسی صحبت میکنه که زدگی لهجهشو بگیره. با پس دماغشو کجا قایم میکنه بی بی توتی؟ دماغش هم ورده پیش جراح تراش داده. دیدم چجوری این اردک را میره. گستش نخور، اونم تو خونه با یک کفشن پاشنه بلند رفع رجوع کرده. داخل آدم لابد سیبیلش هم سر ما بند میندازه. تو پا برهنه ای مادر، سر ما نخوریم. دمپایی ای منه بپوشین خانم. ای دختر تو که باز اینجایی، مگه نگفتم گردن لختیه رو بگیر؟ یادم رفت. صبر کن به این یارو نگه با ماشین روز رو اومدم. بذارین چند روز داری یه نفس راحتی بکشیم. آقا ارباب نیستن. چه؟ موضوع چیه؟ اتفاقی افتاده؟ نه نه چیزی نیست، چیزی نیست. خونوسا کثیفتن کن. چیه؟ پس چرا دست پاچه شده این؟ چی بکنم والا آخه؟ ای دختر تو که باز اینجا وایسادی، مگه نگفتم برو گردن لختیه رو بگیره؟ ها فهمیدم. حالا من یه آخرین نامتونو میفهمم که هرچه زودتر بیام. ولی من برای این نیومده بودم. نه من اصلا نمیدونستم. گرچه نامه های منو بی جواب میذاشت، ولی من احتیاجی به ارسیاش ندارم.
براش نوشتم 3 سال این لباس تنمه. نوشت پشت روش کن. نوشتم پول میخوام 200 تومن برام حواله کن. نوشت باید سند بدی. بعدم خواستم راجع به رفتن خودم یه هشداری بهش داده باشم. فقط یک کلمه جواب داد. جسد. کجاست قبرش؟ میخوام برم رو قبرش گریه کنم. البته نه به خاطر اینکه مرده، به خاطر فاجعه‌ای که. دست آب بکش بچه. از گرد راه نرسیده این شدار. آره درسته. جاش نبود. وانگه من خیلی خستم. سرم داره باد میکنه. الان جسم و روح هم احتیاج به آرامش داره. راستی یه تختی یه نفره داشتم اتاق بایی هنوز هست؟ میخوام یه حموم بگیرم بعدم 24 ساعت بخوابم. پسر زغزده شده نمیدونه چی داره میگه. میدونم مادر. باباه تشریفات خودشو برده، تو خواستی کم کم منو پخته کنی. ولی باید بگم موفق نشدی. میبینی که هیچی عوض نشده. به نظر من خونه شکفته شده. دیگه بس کن. چند روز رفت تو سفر؟ سفر؟ آره. یعنی کجا؟ ایش که نمیدونه. خب پس باید یه دستکاری تو برنامه های خودم بکنم. چه برنامه؟ شنیدم خیال داری بری خارج. البته نه به نیت املاک شوهرت. قصد من قربت این کلافه میکنه. اون هنوز زنده است. ولی زمیناش از همین حالا یتیم مونده. تو که احتیاجی به ارث و میراثش نداشتی. فرق میکنه. فرقش هم اینه که اون زنده است. تو نمیدونم دنیای دیگه هم هست. اگه هست چه خبره؟ خوبه خوبه خبرات داره. شاید رحمت خداوندی شامل حال منم بشه. ولی بالاخره حلوای نسیه است و من نمیخوام حواله اون جسد رو به دنیای دیگه بدم. اون باید زنده زنده قصاص بشه. قصاص بشه؟ این حکمیه که من از طرف خدای نادیده مأمورم اجرا کنم. تو هم مقصری مادر. من؟ من مقصرم؟ منی که با شیره تنم تو رو پرورش دادم؟ تو هم مقصری مادر. چون وقتی اون جسد منو تو شکمت میذاشت، تو با چشمای بسته با رضا و لذت منو قبول کردی. بعدم بله، منو با شیره تنت پرورش دادی و به این شکلی که هستم منو پرت کردی بیرون تو این دالون سرد و نمناک. و من از اون شب ذره ذره پوسیدم بدون اینکه حرکت یا قصه ای داشته باشم. به حق چیزایی نشنیده. این جنایت مادر و تو هم تو این جنایت شریکی. ای باید کفاره این قتل، این ذره ذره مردن منو بده. تو یا پدرم. من که از چرت و پرتای دایی تو این 3 سال خیلی عوض شدم. یه چیزی مثل خدا، مثل قول تو وجود من بیدار شده. نمیدونم چیه ولی مادر این چیز پسر تو مسموم کرده. نه من دیگه اون احسان 3 سال پیش نیستم. شبی که شوهرت با ترکه همین درخت به جنو من بیفته و من از ترس خودم خیس کنم. هنوز نیم رخ اون بیرحم جلو چشممه. درد نکنه آقای انوشخان. متشکرم ولی بابت چی؟ آفرین خوب روش کار کردی. ببخشید متوجه نشدم. منظورم این آشیه که واسه من پختیم.
فرمودین آش؟ مسئول تمام این بدبختی ها شما این. شما خونه منو خراب کردین. شما بچه های منو کشتین. ماما حالا میتونین مثل یه جغد هر شب رو چینه های این خراب کس کنین و از رو کیف ناله زد بدین. آره بیا بیا بری. تو میخواستی بری دیرت شده. حالا میفهم حالا میفهمم پیل آقا چی میگفت. اون عذابی که میکشید، اون درد بیدرمونی که بیچارش کرده بود، هیچ کم نبود به دادش برسه، یه دستی به سرش بکشه. حالا میفهمم. دخترم از چنگم رفت، شوهرم سر به نیست شد، اینم یه دست گل دیگهش. خواستی به خوابی تخت پایین هست، من میرم بالا شامی چیز تهیه کنم. مخدره رفت. بلم کن بابا، اصول شوخی ندارم. چیه اینجا همه زوارشون در رفته؟ من پیر شدم. تو از من خیلی جوان تری. وقتی آدم حس کنه که باید بره دیگه پیر شده. مگه تو هم میری؟ آره با انوش. حالا شده یه دختر عاقل، یه زن دلخواه ناب. میریم یه جای دور، جایی که اون وقت من باید با چراغ دور دنیا بگردم تا یه موجودی مثل تو گیر بیارم. دلم میخواد گریه کنم. برای کی؟ نپرس. خوش باید. من خیلی غمگین. ولی من هرگز غمگین نشدم. هرگز. 3 سال پیش وقتی رفتم تهران، غربت خیلی من رنج میداد. دلم به شدت هوای کثافت وطنم کرده بود. کوچه‌های تنگ و سنگبست، سپید دمای محالو، بوی کشتزار. ولی بعد یه طوری برام عادی شد. من آدم عجیبی شدم خواهرکم. خودم حس میکنم. از این بابت به حالت قبطه میخورم. تو میتونی غمگین بشی، میتونی از تای وجودت بخندی، میتونی با یه نگاه پدرت مجاب کنی، ولی من نه. من از قدرت خودم مطمئنم. من پشت اون جسد رو به خاک میارم. من اون زنده زنده تو کوره که برام دم کرده کباب میکنم. ولی چه فایده؟ تو این 3 سال یه شب راحت آسوده نخوابیدم. حتی یه تر وعده‌ای نتراشیدم. مادر از من رنجیده. اون وقتی شاخ محبت رو میذاره دیگه کار حضرت فیله. ولی خب به هر جهت این کاری بود که باید میکردم. چیزی که مدت ها مثل بغض تو انجرم مونده بود. وقتی من رفتم تو گاهی به یاد من باش. من احتیاج به تسلی دارم. دوره گوشه آسمون سیاه شده. بریم بالا.
صدی در بینه؟ یه ضربه. این آقا جونه. بعد از 3 سال هیچی عوض نشد، حتی صدای در زدنش. من میرم در رو واکنم. نمیتونم. برو اون پشت در میرم. نمیتونم، تو برو. اون مرده، پدرم مرده. Thank you.